دوستان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. ممنونم از دوستان، از آقای شبستری که کیفیت صدا و تصویر ما رو گفت درست هست و با خیال راحت میتونیم برنامه بذاریم. این خیال راحت، هر کی از اینو گفته، خیلی چیز جالبیه، چون وقتی آدم خیالش راحت باشه واقعا خوب زندگی میکنه. یه دوستی پیام گذاشته، همتون میشناسین ایشون رو، آقای زاهد هفتلنگ، کسی که زندگیش رو گرفته و دستش رفته عراق جنگیده و بعد از سالها حتی با دشمن خودش هم صلح و دوستی داره، حالا از دست آقای دکتر نصر احمدی شاکی هست. پیامش رو براتون پخش میکنم. من فکر میکنم ایشون اگر به نصیحت آقای پتیک گوش بده، هم خیال خودش راحت میشه، هم با چی میگن زندگی بهتری، به جای انتقام و نمیدونم خشم و اینها. بعض وقتا طرف نداره، اگه داشت بهتون میداد. ولش کنید این بدبختایی که اینجوری عادت کردن هر روزی گوش یه نفر رو ببرن. متاسفانه تو جامعه ما هم زیاد هستن دیگه، روش زندگیشون شده، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. ممنونم. آقای اکبری میگه که نه کاکو، من پوسم کلفته و تحت هیچ شرایطی همشهری خودم رو ول نمی کنم. من از این بابت از شما ممنونم، از اینکه گاهی وقتی هم یه دفعه قاطی میکنیم و آب روغن قاطی میکنیم و جوش میاریم، عذر میخوام. ولی یادتون باشه همون ماشینایی هم که جوش میآورد امروز میزدیم لغت به رادیاتش و به خودش و کاپوت رو محکم میبسیم، فردا صبح همون ماشین باز ما رو میبرد سر کار، یا همون ماشین منبع درآمد و کار و زندگیمون بود. هم باید هوای ماشینی داشته باشیم، هم ماشینم باید خیلی لوس نشه خراب بشه، چون اگه خراب شد شما به فکر این میافتید که برید یه ماشین نو و بهتری بگیرید. من نمیدونم، تلویزیون های دیگه هم مینویسن که شما میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. نه اونا بنویسن برای تلویزیون مردم، یعنی تلویزیون خودشون، چون من فکر کنم اولین کسی هستم که اینو تو برنامه ها میگم و به مردم نمیگم شما بیاین اون پشت بهتون حرف بزنم، بعد اون پشت بهتون بگم به جای 10 دلار 100 دلار بدید و اینها. از این بابت خیالم راحته. خیلی هم خوشحالم که دیگه دوستان بعد از 20 سال این شرایط رو فهمیدن، حقیقتا بعد از 15 سال، چون 2003 من این تلویزیون رو راه انداختم و از 2006 به این نتیجه رسیدم که ما نه آگهی بگیریم نه چیز کنیم. اگه کسی میخواد برنامه بذاره خودش مخارجشو بده، حتی اون کسی که میخواد آگهی بده داره مخارج برنامهشو میده. در همین رابطه یه دوستی قرار شده که فردا باهاش صدا و تصویر رو امتحان کنم، جمعه با ما باشن. این جمعه آقای لادن نمیتونن با ما باشن و من همچون این دوستمون الان چند هفته است بنده خدا میخواد که با ما باشه، فرصت رو غنیمت شمردم، گفتم که اگه میخواین جمعه میتونیم با هم صحبت کنیم. حالا بستگی داره به همون ابر و باد و مه و طوفان و فلک و اینترنت و اسکایپ و فیسبوک در کارن تا من و تو یه صحبتی کنیم و دوستان لذت ببرن. یه دوستی پیامی برای من گذاشته که میگه که شما این پیام من رو پخش کن و به دوستان بگو که من رادیو دارم، میتونم بیان اینجا برنامه بذارم. گفتم بابا ما حالا دیگه خیلی آزادمنش هستیم و خیلی هی به خودمون میبالیم که ما چون به خودمون مطمئن هستیم هیچ ایرادی نداره، اسم تلویزیون های دیگر رو میاریم، اسم رادیو های دیگر رو میاریم، ولی دیگه به این حد که ما همین 7 مشتری هم که داریم بهش نگیم آقای ایکس فلانجا برنامه داره، آقای ایگرگ هم فلانجا برنامه داره، دوتاش بره ایکس رو چک کنه، دوتاش بره ایگرگ رو. بله، شما اگه برنامه بسازی اونم در حد پخش، آقا عزیز من یه میکروفون 5 دلاری بخر، یه دوربینی بخر، یه کامپیوتر جدایی بخر،
و الا هر کسی این روزا میتونه با فیس تایم و فیسبوک و نمیدونم یوتیوب و اینها بشینه برنامه بزنه. عکسی که میذاری عکسه، برید توی گوگل ایمیجز های رزولوشن باشه. ضمناً اینو دوستمون مجید درست کرده، گفته اگه چیزی دیگه هم خواستی برات درست میکنم. خیلی ممنون آقا مجید. و نه ما هم اینجا خیلی ساده، من یه وقت اگه وقت بشه بهتون نشون میدم، موقع که این دستگاه میکسر و آدیو ویدیو اینها رو نداشتیم، یک شاید مثلا آقای شبستری یا دیگران هم که اینجا بودن دیدن، یا شاید اون موقع که اونا آمدن ما دیگه وید بلستر رو استفاده میکنیم. من یه تیکه مقوا بریده بودم جلد پوشه، چون رنگش زرده، بعد شما روش با قرمز، با ماژیک قرمز یا با اینجا شارپی هم میگن، شارپی اسم برندشه ولی دیگه مردم به جای مارکر میگن شارپی، با شارپی شما را نوشتم، بعد با پرینتر پرینت کردم. باور کنید میذاشتم پشت این مانیتور، میومد جلو دوربین. بعد خیلی های من میگفتن آقای شماره رو چجوری درست میکنی؟ با چه توستری؟ همون توستری که نون گرم میکنن. تو کار رادیو تلویزیون هم یه چیزی هست به نام توستر، و حقیقتاً اون موقع فیلم ها رو میسوزند، روی فیلم این گرم میکرد، میسوزند، نقش در میآورد و مینوشت. حالا دیگه همون اسم میمونه. شما الان اگه نگاه کنی هنوز تا هنوز تو تلویزیون های 100% دیجیتال هم باز میگه رول ده، نمیدونم ریل ریل، اون R-E-E-L. اون صفحه های بزرگی بود که با موتورسیکلت گازی طرف از این سینما میبرد، مثلا سینما کاپری و سینما تخت جمشید یه فیلم نشون میدادن با نیم ساعت تاخیر، بعد این نیم ساعت اول که تموم میشد میپرید رو موتورسیکلت، این ریل رو میبرد اونجا. و در هر صورت ما اینجا که نشستیم در طی شبانه روز حداقل بین 10 تا 30 تا پیغام میگیریم. بعضی از پیغام ها رو اصلا من نمیفهمم. مثلا یه دوستی از ترکیه زنگ زده و از من خواسته که بهش زنگ بزنه. آخه دوست عزیز به من بگو برای چی؟ چرا من باید به شما زنگ بزنم؟ بگو آی سوربی مثلا اینجا عمود عمد ترکیه بود مرد، یه ارثی برای شما گذاشته، با من تماس بگیر، من میخوام آدرس تو، نمیدونم شما این عزیز من. هر کسی یه تلفن، این روزا همه تلفن ها مجانی. اتفاقا دیروز دیدم یکی تبلیغ میکرد که ماهی 12 دلار بدید شبانه روز مجانی با ایران صحبت کنید. میخواستم بگم هلو، این که مال عهد میس فسفسی مظفرالدین شاه بود، الان همه چی مجانیه، از نمیدونم واتساپ و ویما و ایما و بیا و برو و تلگرام و همه با هم میتونن مجانی صحبت کنن. این دیگه چه شرکتیه؟ خب دیگه هنر نزد ایرانیان است و بس. ما 12 دلار بدید با ایران هر چی دلتون میخواد صحبت کنید. اینم از این. یکی برای من نوشته بود که آقای سوربی بازار بسته شده بود به خاطر اعتصاب کامیونداران. من فکر نمی کنم دوست عزیز، اصلا اون موقعی که اون عکس بازار انداختن، شما زور، من زور رفتم بازار یزد، همه درها رو بستن خوابیدن، میرن خونه میخوابن، دوباره ساعت 4 میان. یا مثلا روز شنبه شما برو بازار، با وجودی که مسلمونا جمعه تعطیل بودن، شنبه بازار شیراز بسته به خاطر دوستان یهودی و کلیمی، و یه عکس میگیرن بازار بسته بود. اینجوری کار نمیکنه. اگه اینجوری کار میکرد، امروز داشتم فیسبوک آقای صبری حسنپور رو نگاه میکردم، سال 1370 یعنی که یعنی 1390 آمده بود یه چیزی گذاشته بود، شورای اعتصاب فلان بیسار دور هم جمع شدیم، زیرش نوشتم آقا 7 سال گذشت هیچ اتفاقی نیفتاد، اقلا اگه میتونید برید اینا رو پاک کنید که اثری ازش نباشه. در اصل برنامه امروز ما، اجازه بدین این پیام آقای زاهد 7 لنگ رو براتون پخش کنم و باز نصیحت اون آقای پتیک رو به ایشون کنم. پتیک گفت آقا من 9000 دلار از یک طلبکار بودم،
دیدم اگه هر روز هی بخوام بهش زنگ بزنم، به اون هارد تایم بدم، خود من باید عصبانی باشم. شما وقتی میخوام به یک کسی هارد و پورت کنید، باید اول خودتون عصبانی بشین، اون عصبانیت بیلد اپ بشه تا بتونید اینو منتقل کنید. گفتم آقا گور پدر 9000 دلار سلامتی خودم بیشتر ارزش داره. حالا ماجرای این آقای زاهد هفلنگ و اینها نمیدونم، گفتن 500 دلار بوده یا 1000 دلار بوده، هر چی بازم میگیم بیا اینا تبلیغ مجانی برای شما آقای زاهد هفلنگ. دوستان این افرادی که میان فعال سیاسی ان، جنبشگرن، تلاشگرن، کنشگرن، اگر از شما پول قرض و اینا خواستن بهشون ندید. اگه گفت آقا 500 دلار بده من میخوام برم ایران آزاد کنم و شما اینقدر ساده لوح هستی که میخوای ایران به وسیله کسی که نمیتونه 500 دلار تو آمریکا در بیاره آزاد بشه بهش بده، به کسی دیگه هم نگو، چون اونا میگن این چقدر ساده لوحه. ولی اگر آمد گفت من محتاجم قرض بده، تو آمریکا هزار و یه جا هست که طرف میتونه بره قرض بگیره، طرف میتونه سند ماشینشو بذاره قرض بگیره، طرف میتونه بره ساعتشو بذاره تو پان شاپ یا همون سمساری و اینها قرض بگیره، طرف از دوستان نزدیک و فامیل نزدیکش میتونه قرض کنه. اگر اونا بهش قرض نمیدن یعنی چی؟ یعنی اونا رو نقره داغ کرده، کباب کرده، دیگه نمیتونه برگرده. و اونا گفتن آقا بهتر این به ما 200 دلار بدهکار باشه و دیگه روش نشه بیاد اینجا. حالا شاید آقای هفلنگ شما هم شانس آوردی که ایشون 500 دلار یا 1000 دلار بدهکاره و دیگه سراغ نمیاد. بشنوید صحبت های آقای زاهد هفلنگ را. آقای سوربی امیدوارم خوب و خوش و خورم باشی. من زاهد هفلنگم. حدود یک رو به پیش تلفن زدم به نصر احمدی و گفتم پول من چی شد. گفت برو از آقای سوربی تلویزیون مردم بگیر که رفتی اونجا حرف زدی. گفتم یعنی بد کردم به تو پول قرض دادم. حرف دومی که به هم زد گفت گردنم کلفته. بله دیگه، حالا چون بعدش ایشون فوش میده، نقل قول میکنه از آقای دکتر به اصطلاح نصر احمدی، ما هم همینجا قطع میکنیم و متاسفم هیچ چیزی دیگه نمیتونم بگم. امروز ساعت 3 بعد از ظهر طبق معمول 70 هفته قبل دوستمون از خلیج فارس پیام آدیو یا صدا فرستاده، ما هم براتون پخش میکنیم، درباره عقل بشر هست و من خودم شخصا به ایشون پیشنهاد میکنم که این برنامه حج و مخصوصا در رابطه با تلویزیون مردم و اینها، با وجودی که شما داری شوخی میکنی این رو ادامه ندید، چون هم یه نفر مثل اون دوستمون میگه خیلی خوشحالم که ماه محرم لباس شما، لباس پوشیدنتون، که منم براش نوشتم آره دیگه من قبل از ماه محرم هر روز با مینی جوب میمدم، حالا با پیرن می، اما وقتی میایم میبینیم کدوم پیرن تمیزه، کدومش از خوشرویی اومده اونو میپوشیم، یا کدومش گرمه کدومش سرده. بمانه من فکر میکنم شما برگردید سر همون موضوع عقل بشر، اشکالاتی که در بشر هست. مثلا امروز من شما صحبتی داشتیم کلکل ایمیلی درباره این که چرا سوئیس و سوئد و هلند و دانمارک و اینها بالاخره باز یک طعم و مزه و شکلی از دموکراسی دارن، چرا نمیدونم رئیس جمهور یا پادشاهش با دوچرخه میاد داخل مردم. و ایشون توضیح داد که اونا هم یه کنترلی هست که نیذاشته و الا اونا هم دلشون میخواد که دیکتاتور بشن و زور بگن. خب گفتم خب همون کارا رو ما انجام بدیم. بعد ایشون باز رفت سراغ داریوش و کوروش و جنگ و کشت و کشتار، دیدم ایداد بیداد با آقای مینوی حرف میزنیم، میرن سراغ داریوش و کوروش و رضا شاه، با خودم صحبت میکنی میریم سراغ شاه و رضا شاه و خمینی و فلان، با شما صحبت میکنم میبری ما رو سراغ قاجار و اینها، و نداریم کسی که از امروز صحبت کنه برای فردا. خب این آقای زاهد هفلنگ، من پیام اون دوستمونم گذاشته بودم که سوربی جان من برای تو یه برنامه فرستادم اونو گوش کن، اگه اشکال و اینام داره به من بگو، به دکتر ایران بومی و اینها. راستی دکتر ایران بومی ساعت 2:30 با ما هستن تا در مورد چند مطلب
صحبت کنن، چون ما اون روز اسم ایشون رو آوردیم و دوستمون آقای فرخ هم گفت دکتر ایران بومی به اصطلاح 150 دلار میگیره تا صحبت کنه. من به ایشون گفتم، ایشون گفتم تو برنامه هم گفتم 1000 دلار بگیره، شما هستی که حق داری انتخاب کنی بری 1000 دلار بدی صحبت کنی یا نه. گفت اتفاقا ممکنه به زودی به 1000 دلار برسه، چون اون 150 دلاری که فرخ گفت الان 250 دلار. این هم از این ماجرا. خب دوستان عزیز، میدونید حتما توی سالهای گذشته از 1388 این ماجرای رأی من کو، بعد ماجرای اون بانکای آقازاده ها شد پول من کو، بعد ماجرای این روزها دلار من کو، یعنی دلاری که من دیرو خریدم 20000 دلار، حالا کو این دلاری که دست منه الان 10000 دلار. من فکر کردم فردا مردم تو ایران میگن عقل من کو، و باید از امروز یه جوابی برای اون پیدا کنم، و الا کسی که نرفته رأی بده میاد تو خیابون میگه رأی من کو، کسی که میره پولش رو میده دست بانکای حسن علی و حسین علی و نمیدونم آقای رضا پولوی و فلان اینا، این رضا پولوی هم اینجا آقازاده است دیگه، اینم اینجا همین کارو کرد، پولش رو میده به این طمع که 25% 30% سود بگیره. خب اون آقا پولشو میخوره، اینجا یه چیزی هست بهش میگن پانزی گیم یه چیزی اینجوریه، یه چیزی هم دارن میگن از این قرض بگیر بدهی اونو بده، و این کارو میکنن. شما وقتی یه پولی میذاری، پول شما رو میدن به چند نفر از قبلیا، اونا رو خوشحال میکنن و اونا میرن دوباره میگن نه آقا ما این پولا رو نمیخوایم، فامیل اونم اتفاقا میخواد پول بذاره، و این بازی ها بوده و هست. پس منتظر باشید که به زودی ایرانی ها بیان و به من و شما بگن عقل من کو، رأی من کو، پول من کو، دلار من کو، عقل من کو. اینم چیزی که من به نظرم اومد بعد این دیدن ماجراهای چند مدت گذشته. بله، پیام دوستی که مایل هست رادیو را بندازه. آها، ما همونجوری که میگیم خیلی ساده است این کارا، خیلی وقتا هم پیشنهاد کردیم که آقا خانم شما برای یه چلو کباب نرو یه مغازه چلو کبابی را بنداز، یا اگه 4 نفر میان خونتون، شما از 3 روز قبل به کمک خانمت 4 تا سیخ کباب درست کردی دادی به اینا، و اینا حالا مستن وایسادن از گشنگی، اگه سنگم بهشون بدی میخورن، این گوشتا رو گرم گرم از منقل بهشون میدی میخورن، بهت میگن به به عجب کبابی، شما نگو خب اینها 4 تا مشتریش که اینجاست من میرم مغازه باز میکنم. میگم عزیز برادر شما بیا اینجایی که چلو کبابی هست، برو اونجایی که ساندویچ فروشی هست، یه ساندویچ بگیر تر و تمیز، بشین کنار خیابون کنار جوب لذت ببر بخور، دهنتم پاک کن برو خونت. در هر صورت من برنامه این دوستمون رو گوش دادم، به حدی کیفیت صدا بد بود، قطع و وصل میشد، خود ایشون حتی به شنونده ها، اگه شنونده ای باشه، میگفت که ببخشید که صدا قطع میشه. خب عزیز من اول شما راهش رو یاد بگی، بعدن بیا دیگران رو اذیت کن. ما بعد از 20 سال هنوز این همه اشکال داریم. نمیدونم، موفق باشید. اینم از این ماجرا. و اما حسن ارشاد، ماجرای خانم بهایی، من این را هم بهتون نشون بدم. آقای ارشاد تو برنامه‌هاش چندین بار تا حالا گفته که با فلان بهایی صحبت کرده، فلان بهایی مهمانش بوده. خیلی تعجب کردم که دیروز برای من یه چیزی فرستادن با این متن که گویا یک خانم جوان بهایی به اتفاق پدر و مادرشون رفتن منزل آقای حسن ارشاد و اونجا اینها از بهاییت دست شستن و به اسلام برگشتن. من اینو به شما نشون میدم و ببینین که چی نوشتن. ضمناً جمعه ها هم آقای حسن ارشاد الان دیگه 190 خورده به طرف 200 برنامه دارن پیش میرن که بهشون خسته نباشید میگم، و
خدا قوت میگفتن نه. خب بله، ببینید اینجا نوشته که این عکس روی صفحه مردم تیوی هم هست، صفحه فیسبوک مردم تیوی، و اینجا منزل ایشون رو نشون میده، خیلی هم خونه شیک و قشنگی هست، وسایل دوربین و پروژکتور و ایناشون هم خیلی نقلی و ترتمیز، ولی بالاخره وسایل رو تهیه کرده که حالا بیاد بتونه چکار کنه، فیلم درست کنه، و گفته فیلم این رو هم براتون به زودی میفرستم، ما هم اگه ایشون فیلم فرستاد توی تلویزیون مردم برای شما پخش میکنیم. این از این اینه. بله، این آقای حسن ارشاد هست، این اون دختر خانم جوان، این پدر مادرش. نوشته که به نام خدا به فضل و کرم حضرت سبحان و به لطف و عنایت حضرت ولیعصر عجل الله، یا عج یکی از شخصیت های مهم جامعه بهائیت، به نام اهدیه محمد حسینی، تو پرانتز نوشتن یا سمانی یا سمالی یا تمالی، خواهر دکتر نصرالله محمد حسینی، از نویسندگان و مبلغین تراز اول جامعه بهایی که بسیاری از محققین و سران تشکیلات بهایی به شاگردی وی مباهات می کنند، همراه با خانواده خود، دختر و همسر گرامیشان به دین مبین اسلام مشرف شدند. به زودی مصاحبه این برنامه در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت. خب ما تا اینو گذاشتیم، اونهایی که فکر میکنن فقط دین اسلامه که دنیا رو خراب کرده، آمدن فوش و فضیحت، ما یه مشتشون نصیحت کردیم، یه مشتشون هم بلاک کردیم و انداختیم بیرون. نصیحت اونایی که بهشون میگیم این کار شما زشته، ورش دار، اگه ورش نداری من هم ورش میدارم، هم یه توسری میزنم. دیدید بچه خودت هم میگی این کاری که کردی بد بودا، این ورش دار، به مادرت هم بگو مثلا ازت معذرت میخوام. دیگه شما که از بچه خود آدم به آدم نزدیکتر نیست. در صورت بعضی هاشون این کار کردن و نوشتن عذر میخوان، ناراحت شدیم، بعضی هاشون هم دیدیم که نه، انداختیمشون بیرون. تا حالا بعد این فیلم بیاد ببینیم آقای ارشاد در این مصاحبه با این دوستان چی گفتن و چه کردن و چه خواهند کرد. خب اجازه بدید که ما براتون بگیم که امروز 10 اکتبر هست، 18 مهر ماه 1397. اینجا هم آقای علی دوست خوبمون چند سال زحمت میکشه اینا رو مینویسه میفرسته اول هفته، از ایشون ممنون و متشکرم. و ساعت 2:30 هم، یعنی 9 دقیقه دیگه، میریم سراغ آقای شهرام ایران بومی، دکتر شهرام ایران بومی از آلمان. ایشون وکیل هستن، هم راجع به چیزایی که چند بار من دیدم تو نوشته هاشون، نصیحت هایی هست که یاد من و شما میدن، برنامه هایی که میذارن و اینها صحبت میکنیم، هم ماجرای این اینترنشنال کورت یا دادگاه بین المللی لاهه با ایشون صحبت میکنیم، ببینیم به اصطلاح نظرشون در این مورد چی هست. آقای زمانیان هم از ایران دوستان به من و شما سلام میکنن، من هم متقابلا به ایشون سلام میکنم، از طرف شماها هم به ایشون خوش آمد میگن. خب بریم ببینیم که بله، چرا نیکی هیلی استعفا کرد. نیکی هیلی یک خانم آمریکایی هندی تباره که وقتی اون نامه این اداب یا ببخشید اپوزیت ادیتوریال به نیویورک تایم، واشنگتن پست هم فکر کنم چاپ کرد، فرستاده شد، خیلی ها فکر میکردن که ممکنه این نیکی هیلی باشه. نیکی هیلی اولی که ترامپ آمد برای رئیس جمهوری کاندیدا شد و اینا، اصلا اینو مسخره میدونست، ترامپ رو یه شارلاتان و کان آرتیست میدونست، ولی سیاست متاسفانه پدر مادر نداره و اینا به هر چیزی آویزون میشن که خودشونم پیش برن. وقتی ترامپ با کلاشی، با دروغ، با شارلاتان بازی، با چیزایی که حالا یکی یکی داره گندش بالا میاد برنده شد، این خانم هیلی، نیکی هیلی هم به عنوان حالا نماینده آمریکا در سازمان ملل
بعضیا میگن سکرتری، یعنی حالت وزیرم داره، ولی فکر نمی کنم این وزیر باشه. این انتخاب شد و الانم داره میشه 2 سال تقریبا از همون اوائل انتخاب ترامپ، اینم توی سازمان ملل بود و چند بار جلو اعضای کابینه ترامپ وایساد. وقتی بهش گفتن این اشتباه کرده، آمد با شهامت گفت که من اشتباه نکردم و دیروز استعفاشو ترامپ قبول کرد. ولی اینا رفتن تاریخ اکتبر 3 رو گذاشتن روی کاغذ استعفاش و میگن اولا این چیز عجیبی نیست، چیزی که هست هر چیز معمولی هم در حکومت این شالاتان عجیب به نظر میرسه، و الا اینایی که نماینده سازمان ملل هستن، نماینده آمریکا هستن در سازمان ملل، معمولا اینجوری 2 سال 1 سال میان یک چیزایی از اینجا یاد میگیرن، یه ارتباطاتی کانکشنایی پیدا میکنن، بعد از اینجا میرن شروع میکنن پول ساختن. تو این دانشگاه صحبت میکنن 250,000 دلار میگیرن، چون این حقوقش مثلا 200,000 دلار هم نیست برای این کاری که انجام میده. با این همه دردسر تا حالا چند بار به اصطلاح تهدید به مرگ شده، حتی عکسشو میندازن با این چیزای دستار آخونده و اینا، میرسن که این هندی مرتاز و از این مسخره بازی ها. بله، میگن که نیکی هیلی با کمک و فشار کی اپیک وارد کابینه ترامپ شد و بیشتر از همه منافع اسرائیل را حفظ کرد. نه عزیز من، نه، اسرائیل الان داره گندش بالا میاد که اصلا یکی از این چیزای اسرائیل دستن در کار این برنامه های ترامپ بوده و اسرائیل جای خودشو انداخته بوده، اصلا احتیاجی به نیکی هیلی نیست. این شما ایپک رو میگین نه؟ البته این ایپک امریکن اسرائیل اینجوریه دیگه، ایپکه ولی میخوننش ایپک، که هر سالم اینجا این نتنیاهوی دیوانه میاد. ممکنه اونا به اصطلاح معرفی کردن که اینو داشته باش که آقا اقلا یه نفرم که اسمش، این بابا گاورنر بود، این فرماندار بود، خوب بود، اصلا امید این بود که ممکنه این به عنوان زن برای ریپابلیکنا انتخاب بشه. الانم میگن حالا که اومده کنار میخواد بره یه مشتی پول جمع کنه بعد بیاد برای رئیس جمهوری. بعد شما ببینید این ترامپ چه سیستم مافیایی را انداخته، از بس هر کی ازش رفته بیرون از تو دستگاهش کتاب نوشته و به اصطلاح پدر سوختگی بازیای اینو نقش براب کرده و نشون داده، از این و اون دیگه حالا تعهد میگیره. از اینجا که میری بیرون، مثلا این استعفایی که این نوشته میگن تقریبا به صورت یک تعهده که آقا من از شرکت میرم بیرون ولی نمیام برخلاف شرکت کاری کنم، من نمیام سال 2020 برای رئیس جمهوری و ممکنه 2024 بیام، یعنی 6 سال دیگه، و تو این 6 سال تا میتونن پول جمع میکنن. حالا باید صبر کرد و ببینیم چی میشه. کلن به درد سیاست خارجی نمیخورد چون لیسانس حسابداری بود. آخه یونایتد نیشن سیاست خارجی هم نیست عزیز برادر. یونایتد نیشن به جای همین سازمان ملل، شما بگو سازمان دول، سازمان ملل یه نبود که با کسی ارتباط آنجوری نداره، میره اونجا زور میگن بلند میشن میان برای همم کف میزنن. وقتی این داره زور میگه، اونایی که بهشون زور میان بلند میشن میرن بیرون، وقتی اونا میان حرف میزنن اینا بلند میشن میرن بیرون. یعنی حقیقتا میشه بگه این یونایتد نیشن مثل همین نشست هایی هست که هر سال یه عده کمپوزیسیون نشست باز شده، بازنشست منظورمه، میرن دور هم جمع میشن، کمیته تشکیل میدن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. یادمه یه سالی همینجا برنامه بود، ما هم رفتیم و دیگران هم آمدن، مثلا گذاشتن آقای حسن ماسالی، بنده خدا خوب سنی داره، ایشون رو مسئول جذب جوانان به این کمیته ورشکسته آقای اسماعیل نوری علا. خب آقا معلومه از اول تو یه نفر انتخاب کردی که این بنده خدا الان از جوانان امروز چیزی نمیدونه،
ما بچه های خودمون با خودمون صحبت نمی کنن. اگه برسه به یه جایی حرف حساب و حرف جدی باشه مسخرمون میکنن، میگن برو آقا تو مال قرن بیستمی. بعضی از این دوستان که حقیقتا مال قرن نوزدهم هست، اینه در سال یونایتد نیشن چیزی نیست. حالا درام گفته دخترش بهترین فرد برای جایگزینی این هیلی رو شما وقتی می‌نویسید من می‌خونم هپولی. نه اونم فکر نمی‌کنم این دختره رو بذاره سر این کار، چون میدونه اون وقت پدرش رو در میارن هیچ سوال پیچش میکنن. گفت که خبرنگارا بهش گفتن که شایع شده که ایوانکا ممکنه این کارو بکنن، گفت بله ایوانکا خیلی هم صلاحیت داره، ولی من اگه این کارو بکنم نپوتیزم، فکر کنم توی فارسی میشه گفت پارتی بازی که برای فامیل و برای دوستان شما انجام میدی. گفت که بعد اگه این کارو بکنم میگم که چون دخترش بوده این کار کرده، ولی صلاحیت اینم احمد مثل رضا پهلویه. هر شرکتی درست کردن، هر معاملهی درست کردن با سر واژگون شده و آمده پایین. اینم از ببرمتون کجا؟ ببرمتون سراغ آقای ایران بومی و وقتی ایشون صحبت میکنه شما هم اگر سوالی دارید فعلا از طریق فیسبوک دوستان لطف کنید این فیسبوک رو درباره صحبتای من، درباره صحبتای مهمونای برنامه نگه دارید. اگر چیزی جدا از این هست به وسیله پیام شخصی، به وسیله ایمیل، به وسیله تلفن، قرن 21 یک کاری کنید که آقای سعید کابوسی انقدر به ما نگه شما ایرانی ها پیف پیف بومیدین. هی میش میگم آقا ما که بومیدیم خب تام که همش دور ما هستی، نشون میده تام از بو گند خوشت میاد. راستی جمعه شب بیا، یا جمعه شب برنامه شب دور همی هست، حالا عکسش هم بعد بهتون نشون میدم. و این برنامه استثنان دیر بیان، چون آقای شبستری گفته اگه دیر بیان آگوشت گیرتون نمیاد، من به شما میگم دیر بیان که آگوشت گیر من بیاد. ببرمتون سراغ آقای ایران بومی و با ایشون صحبتی داشته باشیم. آقای ایران بومی بفرمایید. این ورزش خوبیه برای گردن. آقای دکتر ایران بومی عزیز سلام، حال شما چطوره؟ سلام، خیلی ممنون، بسیار بسیار خوب. ممنونم. من یک عکسی رو شما گذاشته بودید اگه اشتباه نکنم یا دیروز یا امروز صبح زود برای ما، که درباره یک برنامه هست که شما صحبت میکنید، چالش های این آسیب شناسی وکالت و چالش های وکیل با موکلین. اگه یه مقداری در این باره صحبت کنید، من در حین صحبت های شما عکسایی رو که از دادگاه نشون میده، یکی داره چرت میزنه، یکی داره، این عکس ها رو توضیح بدید بعدم برامون و بگید که این ماجرا چیه. ضمن این که این نشست 13 اکتبر هست در فرانکفورت و دوستانی که در آلمان هستن من بهشون پیشنهاد میکنم که با شما تماس بگیرن بیان اونجا و به اصطلاح در اون برنامه حاضر باشن، شاهد و ناظر. من ساکت میشم، میکروفون رو در اختیار شما میذارم، یه مقداری درباره این سخنرانی و گفتگویی که قرار هست درباره آسیب شناسی وکالت و چالش های وکیل با موکلین برای من و بینندگان توضیح بدید. بفرمایید. اول از همه بسیار ممنون و امیدوار هستم به این نتیجه برسیم در انتها که این آگاهی که سعی میشه در این برنامه داده بشه یک دید از یک شخص و مطمئنن دیدهای دیگری هم هستش که اونا هم حتما درسته و من سعی میکنم که از دید خودم و تجربه شخصی خودم اون مسائل آگاهی رو بدم که شاید در جامعه ما یک مقدار روی بحث رابطه وکیل و موکل بیشتر تعمق بشه، چون یکی از مسائلی که ما داریم اینه که شغل وکالت در ایران در فرهنگ ما زیاد به اون معنا شناخته شده نیست و شاید هم کار میشه، ولی اینکه کار وکیل چیست و چی کار میکنه، مشاوره چی هستن،
کمتر روش بحث شده و برعکس کشورهایی که قوانین در اونجا تأثیر گذاره، در کشور ما اصلا فرهنگ قانونمند بودن کمتر شناخته شده و بسیار قانونگریزی در اونجا خیلی شیوع زیادی در جامعه مختلف ما بیدیم که قانونگریزی در جامعه ما وجود داری، که اینو شاید بهتری که بفهمیم که اصلا چرا قانونگریزی وقتی در یک جامعه هستش، وقتی فرهنگ اجتماعی با قانون مشکل داره، اصلا علتش چی اول از همه، که بعد به نقش وکیل در جامعه ای که قانونگریز هست برسیم، اگه موافق باشین. بله بله بفهمم. اول از همه چرا ما قانونگریز هستیم؟ چرا فرهنگ ما فرهنگی نیستش که به ما صحیح رعایت قانون رو نشون بدن؟ علت شاید یکی از علت اصلیش این باشه که در کشور مثل ما اجرای درست قانون وجود نداره. وقتی خود قانون به وسیله قانونگذار درست اجرا نمیشه، اعتماد به قانون کم هستش. دوم، تبعیض خود قانونگذار میذاره، امتیازهای خاص به افرادی که خودشون تعیین میکنن و این تبعیض که غیر معقوله دوباره اعتماد رو به قانون کم میکنه. سوم، انسانی نبودن قانونه. خیلی وقتا قوانینی ما داریم که اصلا با عقل انسان نمیخونه. خیلی بحثا میشه در جامعه که چرا مثلا برای پوشش باید قانون باشه، چرا باید برای یک نوع جنسیت برای پوشش قانون باشه، برای جنسیت دیگه ای نباید باشه. خیلی وقتا ما قانونهایی داریم که بیفایده است، فقط قانون گذاشته شده برای اینکه قانون گذاشته بشه و این خودش بازم بی‌اعتمادی به وجود میاره. یکی از مسئله‌ای که مردم علتش هستش که از قانون فرار کنن، برتری دادن اعتقادات شخصیه. یعنی چی؟ یعنی شخص اعتقادش مهمتر از قانون هستش و این نقص قانون به علت اعتقادات شخصی برای اینکه قدرت در دست اون شخص هست، باز هم بی‌اعتمادی به وجود میاره. تحلیل‌های شخصی و در یک قسمت هم زیادی خواهی بعضی افراد که در اجرای قانون قدرت دارن، زیادی خواهی که با تبعیض و با فامیلی بازی و با رابطه‌های شخصی وقتی که با هم دیگه باشه، دیگرانو به طرفی سوق میده که اعتمادشون به قانون کمتر میشه. و اگه بخوام در انتها یکی از مسائل خیلی مهمم بگم، مجازات نکردن برابر اشخاصی که قانون رو رعایت نمی کنن، مجازات کردن نابرابر افرادی که قانون رو رعایت نمی کنن. به چی ما میرسیم؟ وقتی که قانون اجرا نشه، وقتی که قانون کنترل نشه، کم کم به بی‌نظمی اجتماعی ما نزدیک میشیم. بی‌نظمی که قدرت شخص، قدرت گروه جای قانون رو میگیره. حالا شما فکر کنید در این کشوری هستین که در اونجا مردم اعتقادشون به قانون کمه، بعد سعی میکنین مشکلهای خودتون رو به وسیله افرادی حل کنین که اسمشون هست وکیل پایه یک دادگستری. نقش وکیل پایه یک دادگستری در دادرسی اصلا چی هست؟ این یکی از موضوعهایی هست که کم روی اون شاید تعمق شده و اگه من بخوام کوتاه چند تا از مهمترین مسائل رو توضیح بدم، اولین کار وکیل مشاوره هستش، مصالحه، مدافعه، مکاتبه، کنترل کار قاضی، کنترل کار دادستان، کنترل کار پلیس و نظارت بر اجرای آئین دادرسی. اگه ما بشنویم از مردم که کار وکیل چیه، اغلب در دید اونها نقش کار وکیل با فیلم هایی که در خارج درست شده و یا در داخل درست میشه میان و میگن که خب یعنی وکیل توی دادگاه از ما دفاع بکنه، که این فقط یک قسمت بسیار کوچیکی از کار وکلا هستش.
اگه موافق هستین سکوت میکنم اگه سوالی دارین شما بفرمایید. فقط من همیشه یه سوال داشتم، فکر کنم فقط تو ایران هست که میگیم وکیل پای یک، یعنی چی؟ چرا اینجاها نیست همچین چیزی؟ اینو سوالی که بسیار روش تعمق میشه کردش، من میتونم بگم برای چی وکیل پای دو هم ما داریم، چرا وکیل پای گفته میشه رو اجازه بدین این توضیح رو در حال حاضر ندم. ولی ما افرادی داریم که به علت اشتباهات انتظامی که به عنوان وکیل انجام دادن، ازشون این که وکیل پای یک هست گرفته میشه و به اونا کانون وکلا وکیل پای دو ابلاغ میکنه. و از این لحاظ برای گذاشتن تفاوت که این شخص به چه نوع انتظامی و یا اشتباه حالا شخصی بوده و چه نوع اشتباهی بوده، این تفاوت رو گذاشتن. ولی مسئله اصلی اینه که اصلا کلمه وکیل از چی میادش، و اگه شما شاید یک جمله‌ای بودش که میگفت خدایا قصه وکالت رو زیاد شنیده ام، اما قصه وکیلی چون تو را نه. تو که وکیل باشی همه حق ها گرفتنی، پرونده‌ای که تو وکیلش باشی قصه اش ستودنی. اینو چی میگه؟ اینو یک انسان میگه برای اعتمادش به خدا. و در انتها در این بیاناتی که با هم دیگه بین راز بین انسان و خداست، شخص میگه من توکل به تو دارم. توکل یک قصه‌ای که از روز ازل برای ما انسان‌ها گذاشته شده که ما در تاریکی و در پیچ و خم دنیا که هستیم بتونیم بدونیم که یکی دست ما رو میگیره، دست ما رو توی سختی ها میگیره، و این یکی از مهمترین کارهای وکلا هستش. بفهم. من هیچ وقت نمیدونستم کلمه وکیل از اون توکل آمده، و خیلی جالبه چون روی پولهای آمریکاییام نوشته که In God We Trust. و یه دفعه یه ایرانی از من پرسید آقا به ایرانی اینو میشه چی بگیم؟ گفتم بهترینش اینه که توکل به خدا، ما به خدا ایمان داریم، خدا رو باور داریم، پس In God We Trust، توکل میکنیم به خدا. پس این کار وکالت و توکل و اینها، این کلمه از اینجا گرفته شده. و من در رابطه با وکیل پای یک و اینها فکر میکردم به اصطلاح مثلا اینا میتونن یه سری پرونده هایی رو قبول کنن، مثلا میگم اینها مال جنها و چیز هستن، اونا مال جنایت و اون جون. همینجا داریم، من یه دوستی دارم آقای لوید ایزنبرگ، این شما اگه بری بهش بگی من میخوام طلاق بگیرم، چون یهودی هست میگه من تو کار طلاق اصلا وارد نمیشم، تو کار تصادفات هست. من فکر کردم توی ایران اون وکیل پای یک که میگم نوع کارشون رو مشخص میکنه. من دارم صفحه فیسبوک شما رو نشون میدم و باز به دوستان یادآوری میکنم که 13 که شنبه هست شما یه برنامه دارید در فرانکفورت. محلش رو ننوشتید، فقط نوشتید فرانکفورت کجا هست و وبسایتتون هم اینجا نشون میده. ولی چجوری دوستان میتونن تماس بگیرن؟ RSVP هست یا با تیکت بگیرن یا با شما تماس بگیرن؟ چجوریه اگه یه نفر مایل باشه تماس بیاد اونجا شرکت کنه؟ جلسه به نحوی هستش که در دفتر خود ما انجام میشه و مثل همیشه این برنامه هستش، اشخاص ایمیل می‌نویسن و نسبت به نوبتی که اومده و شرایطی که در اون نوع برنامه هستش اون موقع اسم‌نویسی میشه و هر کی زودتر جا بگیره میتونه در این برنامه شرکت کنه. پول پرداخت نباید بشه، رایگان هستش، ولی باید اشخاصی که میان قبلا مدارکی هستش که خودشون آماده کنن، چون ما میخواییم در اینجا سعی کنیم که سطح بحث کردن و با هم دیگه حرف زدن یک حداقل نیوی داشته باشه. برای همین اشخاصی که میان باید علاقه داشته باشن که قبلش هم خودشونو آماده کنن. تضمینی ما کار نمی کنیم، بلکه گروهی کار می کنیم. اگه اجازه بدین یکی از مسائلی که الان خیلی بحث میشه این هستش که مشاوره یعنی چی؟ بفرمایید. یکی از کارهای وکیل مشاوره کردن، ولی مشاوره یعنی چی؟ مشاوره اگه بخوایم ساده توضیح بدیم میشه دریافت
کمک اطلاعاتی درباره یک موضوع که بین کمک گیرنده و متخصص انجام میگیره. دریافت کمک اطلاعاتی درباره یک موضوع که بین کمک گیرنده و متخصص انجام میگیره. حالا در کشور ما، در فرهنگ ما، بیشترین بحثی که میشه میگن مشاوره روانی. مشاوره‌ای که ما در کشورمون میشنویم بیشتر مشاوره روانشناختیه، یا میگن مشاوره تحصیلی، و کمتر مشاوره حقوقی جا افتاده. چرا؟ چون ما در اینجا مسائل خیلی بغرنجی داریم که افرادی هستن که کلن با شغل وکالت در تاریخچه شکل گرفتن این صنف مشکل داشتن. یکی از بزرگترین مسائلی که در جامعه ما بوده، اشخاصی بودن یا گروه‌هایی بودن که کلن مخالف هستن که صنفی باشه به عنوان وکلا. و شما حتما در ایران میدونین و یا کشورهای شبیه ما که افرادی که در واقع کارگزار هستن، و یا ما میگفتیم شما آبدارچی و اداره رو بشناس، بهتر سریعتر میتونی کارتو انجام بده، کارچاق کن. بله، حالا کارچاق کن. این الان در افکار جامعه ما بسیار شدید، حتی با فیلم هایی که جدیدن اگر شما نگاه کنید، یک فیلم به عنوان ساخت ایران هستش که جدیدن این فیلم اومده، و شما در اون فیلم هم حتی میتونین ببینین که چجوری نقش یک آبدارچی برای تهیه اطلاعات از راه غیر قانونی و با احترام نداشتن به قانون برای رسیدن به هدف جا در بین افکار پیدا میکنه، و مهارت یک شخصی که رشوه میده رو با عزت نفس و تفکر مثبت و احساس سلامت و قدرت در اونجا نشون میدن که این بسیار آموزش اشتباهی هست برای جامعه. بفهمید، ساخت ایران اسم فیلمه هست؟ بله. شما نیدین؟ نه، حالا نگاه میکنم امروز، چون یه فیلمی اینجا ساختن به نام American Made که داستان ماجرای CIA و اون آخرش برمیگرده به دوره ریگان و ماجرای ایران گیت یا اون فروش اسلحه و اینها، که اونم جالبه احتمالاً این دوست. البته این ساخت ایران قسمت دومش هست، و فکر کنم قسمت دوم شماره 4ش یا 5شه که این ماجرا اتفاق میفته، چون این برنامه از چندین قسمت تشکیل میشه، و با توجه به اینکه ما هم زیاد همونجوری متوجه هستیم وقتش رو نداریم، ولی دوستان به من گفتن که حتما این قسمت رو نگاه بکن که ببین چجوری در اینجا نقش یک آبدارچی برای حل مشکل نشون داده میشه. البته باید در کنارش هم بگم در فیلم های هالیوودی هم بهتر از این نیست. شما نگاه کنین در فیلم های هالیوودی هم خیلی وقتها نقش وکیل رو بسیار اشتباه نشون میدن، و از این لحاظ این فقط نمیشه به کارگردان مال ایران بگیم که اون اشتباه کرده، بلکه شاید اونها سعی میکنن به علایق شخصی خودشون وکلا رو زیاد مثبت نشون ندن، و برعکس مثلا کشور آلمان که فیلم هایی که اینجا خیلی ساخته میشه در رابطه با وکیل نشون اصلا آگاهی دهنده است. شما در اینجا برنامه هایی دارین از ها برنامه نیم ساعته که با وکیل مشکل های اجتماعی ها حل میکنن، و با توجه به سیستم قضایی که در اینجا هست آگاهی میده، یعنی برنامه رادیویی تلویزیونی آگاهی میده آقا چجوری شما اصلا با مسائل اجتماعی با وکیل کار خودتون رو حل کنید. بدم. بسیار ممنونم، خوشحالم که در این مورد صحبت کردیم. من بارها از شما خواستم، چون من یه چیزی رو دیدم از شما مثل یک جزوه‌ای بود که حدود 30-40 تا مورد رو خیلی خلاصه توضیح دادید، و ازتون خواهش میکنم اگه یه وقت در این موارد صحبت کردین اون برنامه رادیویی یا فیلم رو بفرستید تا ما اینجا نشون بدیم، و این چیزی که شما میگید، همین مشورت کردن، راهنمایی گرفتن، کسب اطلاعات، خودش کمک بزرگی هست. میدونید کدوم رو میگم؟ همونایی که توضیح دادید. بله بله. بله، اگه لطف کنید یه وقتی اونو بفرستید، یا اگر مایل بودید که به صورت
به اصطلاح پابلیشش کنین، نشرش بدین، یه نسخش هم برای ما بذارید روی فیسبوک، ما هم برای دوستان میفرستیم. به نظر من کمک بزرگی. این چند هفته گذشته داستان دادگاه لاهه و شکایت ایران سر زبون‌ها بود و حتی اینکه دادگاه لاهه دولت آمریکا رو محکوم کرد. از طرفی دیدیم که دولت آمریکا طبق همین برنامه‌ای که یک الان آدم شارلاتان لاتی اومده مسئول شده عربده میکشه و با وجودی که در زندگی معمولیش مشروب نمیخوره ولی مثل عرق خورای کافه ها شبا داد و بیداد میکنه مردم رو میترسونه، این از همه جایی که یه امیدی بود قانونمند باشن به اصطلاح به سیستم های مدنی پایبند باشن، اینها یکی یکی ترامپ و دار و دستش دارن میان بیرون، از جمله از همین دادگاه اینترنشنال کورت یا اونی که ما بهش میگیم دادگاه لاهه. یه مقداری درباره این دادگاه صحبت کنید و آیا هیچ وکیلی ایرانی بود توی این دادگاه یا این آخوندا هم میرن سراغ وکیلای چشمابی و چه میدونم شاه این همه ضربه دید از چشمابی ها تا بالاخره گفت، وقتی گفت کله پاش کردن، حالا باید منتظر باشیم که آخوندام یه روزی به این چشمابی ها بگن ما دیگه به شما پول نمیدیم. از این دادگاه شما چی میدونید مخصوصا توی این کیس و پرونده ایران و اون برجام و ایران آمریکا برجام؟ بفرمایید. اول از همه اگه در رابطه با این دعوای ایران و آمریکا بخوام یک قسمتی مطرح کنم، این دادگاه بین‌المللی یک قسمتی از سیستم یعنی دیوان بین‌المللی که ما در لاهه داریم در کشور هلند، یک قسمتی از سیستم بین‌المللی هستش که زیر نظر UN و UN رو شما ترجمهش رو گفتین امروز تو برنامه‌تون به عنوان سازمان ملل، ولی اگه واقعا آدم یک ذره آشنایی داشته باشه با سیستم سازمان ملل متوجه هستش که این اصلا سازمان ملل نیست بلکه سازمان دوله. شما در اونجا ملتی نمیبینید بلکه دوله میبینید. دوله هم اون جوری که خودشون نماینده میشن و خیلی مثلا نماینده مردمشون هم نیستن، بلکه سازمان دول که اسمش هم اشتباهی گذاشتن سازمان ملل. این اول از همه اشتباهی که برنامه گذاران گذاشته بودن در اون روزی که این سازمان درست کردن، این اسم باید در واقع اگه یه موقعی بخواد تغییر داده بشه که باید تغییر داده بشه، این سیستم که کلن بر پایه اشتباهات درست شده باید این عوض بشه. دیوان بین‌المللی که در لاهه هست چندین بار دعوای بین ایران و آمریکا رو باید در این رابطه تصمیم می‌گرفت که یکی از معروف‌ترین دعواها دعوای بین ایران و آمریکا در دوران دکتر مصدق بود که در همون موقع هم ایران تونست ثابت بکنه که اون قانونی که در دادرسی به کار میره و آیا دادگاه بین‌المللی مسئول رسیدگی به این دعوا هست، ایران در اون موقع گفتش که خیر، شما به عنوان کشور که دارین از ایران شکایت میکنین دادگاه لاهه مسئول نیست. حالا بعد از سالها بازی برعکس شده، حالا آمریکا توی دادگاه میگه که ببخشید ایران دادگاه لاهه مسئول نیستش و این یه چیز دعوای خیلی تکنیکی هستش که کی چه دادگاهی چه مسئولیتی رو داره و این هم برای این دعوا مخصوصا خیلی مهمه چون روی یک قراردادی ایران شکایتش رو به دادگاه داده که روی اصل مودت دوستی یه قراردادی بوده، ولی قرارداد در جمله ابتداییش نوشته شده که این برای بهتر، تقریبا معنیش میخوام بگم برای روابط اقتصادی بهتر اتباع اشخاص، در اونجا نیومده گفته شده که در رابطه با دوله. پس یعنی دادگاه میتونه اگه اینجوری بخواد کشور ایران علت بیاره یک سودی برای آمریکایی‌ها ببینه که علت آوردنشون بقیه من زیاد از این لحاظ درست نبوده، بلکه باید تکنیک سازمان بین‌المللی رو بهتر آدم می‌شناخت و علت‌های قوی‌تری می‌آورد که در دادگاه گذشته بوده. حالا من اینجا نمی‌خوام مشاوره حقوقی برای دولت بدم، بلکه موکلین هر وکیلی حق دارن که بیان ازش اطلاعاتو بگیرن و وقتی در اینجا شکایتو میان متخصصین میگن
جالب اینه که در این دادگاه برای ماها که خب برای مقدار دیدمون دقیق تره، ما میبینیم که در خود همون دادگاه نماینده دولت آمریکا با نماینده دولت ایران به طور محترمانه، حالا نمیخوام بعضی میگن محرمانه، ما میگیم محترمانه، خیلی رفتار داشتن و این رفتار جوری بود که در اونجا میتونست آدم ببینه که دو تا نماینده بسیار همدیگر رو به همدیگه احترام میذارن و این خودش برای میشه گفت دعواهای بین‌المللی بسیار مهم هستش که شما میبینین که در دعواهای بین‌المللی احترام گذاشتن به حق سخن، این که طرف مقابل حرفش رو بتونه بزنه، رعایت میشه. ولی شما ببینید در بعضی دادگاه‌ها که حالا در کشور خود ما انجام میشه، در بین خود سیستم ما این حق احترام کمتر گذاشته میشه به هم. و چقدر مهمه که ما بدونیم از این دادگاه یاد بگیریم برای رفتار عمومی که چجوری در دادگاه با وکیل و با طرف مخالف رفتار بشه. امیدوارم جواب سوال شما رو داده باشم. یعنی شما میگید مثل این یه قرارداد شخصی بوده، مثل اینجا که بعضی چیزها رو دادگاه میگه این سیویل کیس هست به اصطلاح کریمینال کیس نیست، شما میگید این کیس نباید میرفت دادگاه لایحه، اگه نباید میرفت چجوری الان ایران میگه ما برنده شدیم، چجوری اونا رأی دادن بهش؟ ببینید من چنین چیزی نگفتم و تکرار میکنم، دولت ایران شکایت خودش رو بر پایه عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا مطرح کرده بودش که این قرارداد، بهتر بگم این عهدنامه، مال 1955 میلادی بود و این هر قراردادی یک علتی داره و هر سابجکتی داره. من در اینجا بخونم اجازه نمیدم که در رادیو بخوام اینو آنالوز بکنم و بدون این که بخوام زوایای دیگه علتهای رو دقیق بخوام باز بکنم، در این چند لحظه بخوام به شما بگم که اینا درست گفتن و یا اونا. من منظورم دوباره اینه که علتهایی که در اینجا اوورد میشه دقیقا کشور ایران در سالهای قبل همین علتها رو اوورده بود که تونست ببره که دادگاه لاهه مسئول رسیدگی به دعوایی که اون موقع انگلیس کرده بود از ایران، که دعوایی که بین انگلیس و ایران نیست، یه چیز طبیعیه که هر دو طرف سعی میکنن که علت خودشونو قوی تو دادگاه بیارن و در اینجا وقتی دولت آمریکا داره میاد از یک جمله به کار میبره، خب معلومه که کشور ما هم امکان اینو داره که در برابرش ایستادگی کنه و بخواد از قوانین دیگه‌ای به کار ببره، مثلا اینکه قوانین بین‌المللی که برای صلح و برای دفاع از حق انسان ها هستش در این رابطه دولت آمریکا زیر پا گذاشته. واسه همین میتونه علت‌ها یکیش کم رنگ باشه، یکیش پررنگ‌تر و این بستگی داره به سیاستی که خود اون وکیل در دادگاه به کار می‌خواد ببره. بسیار ممنونم. من باز در حین صحبت‌های شما این برنامه 13 رو به دوستان نشون دادم، وبسایت شما هم اونجا هست، خیلی هم ساده است. اجازه بدید من اینجا باز بگم برای دوستان، این وبسایت هست همین فامیل شما www که همه می نویسن نقطه iranbomi.com، از طریق ایمیل، از طریق فیسبوک میتونن با شما تماس بگیرن و همون جوری که شما هم قول دادید اگر اون برنامه ها رو نوشتید یا منتشر کردید برای ما هم بفرستید، اگه نه در برنامه های آینده من تقلب میکنم از همونایی که به دستم رسیده چند تا سوال از شما میپرسم. ممنونم که با ما بودید، اگر باز هم صحبتی هست بفرمایید، اگه نه قول بدید که در برنامه های آینده با ما باشید. من فقط جمله آخری که بخوام بگم که وکالت یعنی دوری از اسارت، دوری از حقارت، دوری از خشونت. وکالت یعنی محبت، یعنی مبارزه با ظلمت، دفاع از حق، و وکالت یعنی گرفتن حق از ناحق. روز خوبی داشته باشید. بسیار ممنونم، مرسی که با ما بودیم. مرسی دوستان عزیز، با آقای دکتر شهرام ایران بومی بودیم از فرانکفورت از آلمان و اجازه بدید که حالا شما رو ببرم اون طرف آب
اون طرف آب بودیم، ولی باز هم بریم اون طرفتر خلیج فارس و دوستمون برنامه شماره 71. آفرین به پشتکار ایشون. این رو هم براتون پخش کنم. در حین اینکه اینو پخش میکنم، من این شماره تلفن رو میذارم که مجید لطف کرده درست کرده و نوشته تلویزیون مردم، بعدم نوشته صدای مردم از در تلویزیون مردم، یا صدای مردم از تلویزیون مردم. این پلیر 4 و این هم روشن کنم که مال قدیمه، ولی خب اون شماره ها چون کار نمیکنه اجازه بده همینو بذاریم بهتره و صدای این دوستمون هم پخش بشه. با هم گوش میدیم به صحبت های ایشون، ضمن اینکه آقای سلیمانی در باره یونایتد نیشن و اینها صحبت هایی کردن، فکر کنم درست همون چیزهایی که آقای ایران بومی گفت، همون نیشن یعنی ملت. و اینجا شما ملتی نمیبینید، شما کی اینجا ملت لیبی رو دیدید؟ سرهنگ قذافی میومد. کی ملت عراق رو دیدید؟ کی ملت ایران رو دیدید؟ احمدی نژاد میاد، روحانی میاد، اینا دولت ها میان یا حکومت ها میان. بعد تازه مشکلم اینه که چند تا دولت به اصطلاح اینجا زورگویی میکنن و اونا قدرت و حق ویتو و حق باطل کردن رأی دیگران رو در دست گرفتن. با هم پای صحبت این دوستمون مینشینیم و برمیگردیم. اگر در رابطه با گفته های این دوستمونم شماها سوالی، صحبتی، چیزی دارین، تکست، تلفن، ایمیل، فیسبوک تلویزیون مردم، همه اینها هست، میتونید تماس بگیرید. همون جوری که من پیام‌هایی رو که دوستان روی فیسبوک نوشته بودن برای آقای پرویز مینویی توی دستگاه پیامگیرشون دیروز گذاشتم، احتمالاً هفته آینده ایشون در اون مورد یا موارد هم صحبت میکنن. پس بریم سراغ عقل بشر، اگر عقلی مونده باشه، اگر بشری بتونیم پیدا کنیم. سلام بر مؤمنین و مؤمنات از بینندگان و شنوندگان ارجمند تلویزیون مردم، عقیدمندانی که در این گفتارها با ما بودند و از مقصد سفرمان آگاهی کامل دارند، عزم را جزم نموده و خواهان رفتن به حج هستند. این علاقه مندی شما به همراهی در کاروان ما بسیار عظیم است. همه گناهانتان پاک شده و چون یک کودک تازه به دنیا آمده از مکه باز خواهید گشت. عجله نکنید، العجلتو من الشیطان، شتاب کار شیطان می باشد. آیا شما می فکرید رفتن به حج اینقدر آسان است که فقط به علت شناخت از مقصد به سادگی همراه ما سوار مرکب شده و مکه روان شوید؟ این گفتارها درباره رفتن به حج برای روشنایی شما تهیه شده تا بدانید کجا می روید، در آنجا چه می کنید و برای چه. پس از شنیدن و اندیشیدن تصمیم بگیرید که به این سفر رفته و یا از احترام اضافه کردن لقب حاجی بر نامتان دست بکشید. امام خمینی درباره اهمیت حج می‌فرمایند: مراتب معنوی حج که سرمایه حیات جاودانه است و انسان را به افق توحید و تنزیه نزدیک می‌نماید حاصل نخواهد شد مگر آن که دستورات عبادی حج به طور صحیح و شایسته و مو به مو عمل شود و حجاج محترم و روحانیون معظم کاروان تمام هم خود را صرف در تعلیم و تعلم مناسک حج کنند و بر مسئله دانان است که از همراهی خود مواظب است که از همراهان خود مواظبت کنند که خدای نخواسته تخلف از دستورات نشود و بعد سیاسی و اجتماعی آن حاصل نمی گردد مگر آن که بعد معنوی و الهی آن جامعه عمل پوشد و لبیک های شما جواب دعوت حق تعالی باشد و خود را محرم برای وصول به آستانه محضر حق تعالی نمایید و لبیک گویان برای حق نفی شریک به همه مراتب کنید و از خود که منشأ بزرگ شرک است به سوی او جل و علا هجرت نمایی. این بود اهمیت حج از نظر آیت الله خمینی. این همه کلمه های عربی و من که عربی را بهتر از عرب ها می دانم
از آن فقط مو به مو عمل کردن دستورها و معظم بودن خیش یعنی خودم چون راهنما را شناختم و فهمیدم. اگر شما چیز دیگری فهمیدید لطف نموده و من را هم بفهمانید. ملا مهدی نراقی معتقده است هر کس که آهنگ حج کند باید این امور را رعایت کند: یک، نیتش را در این سفر برای خدا خالص گرداند و هیچ غرض دنیوی را در آن وارد نسازد، فقط برای امتثال امر الهی عازم حج شود. دو، به درگاه الهی توبه کند، توبه خالص و حقیقی، و خود را برای سفر آخرت مهیا سازد. سه، عظمت بیت و صاحب بیت را در نفس خود به یاد آورد و بداند که ترک خانواده و وطن و مفارقت از دوستان و شهر و دیار برای امر مهمی است، سفری که با همه سفرهای دنیا تفاوت دارد. توجه کند که به زیارت چه خانه ای می رود و صاحب این خانه کیست. این کاری است که ما با این گفتارها انجام می دهیم. با اطلاع از اهمیت حج باید بدانید که نمی توانید به آن بروید مگر آنکه شرطهای حج به طور کامل در شما باشد. در مصدرهای مختلف شرطهایی یافتم که با هم تفاوت اندکی دارند. به این تفاوتها اعتراض نکنید. به رساله دینی آن آیت الله العظما که تقلیدش می کنید رفته و با پی بردن به متن شرطها خود وظیفه دینی را با خیال راحت و آسایش آموخته و اجرا کنید. زیر عنوان حج بر چه کسی واجب است خواندم: ترک حج و به تأخیر انداختنش برای کسی که مستطیع باشد به طور بدون عذر شرعی از گناهان کبیره است، به طوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد چنین کسی می‌فرماید به دین یهود یا نصارا خواهد مرد، گرچه ظاهرا پس از مردن با او برخورد اسلامی می شود. وجوب حج از ضروریات دین اسلام است. ضروریات احکامی هستند که انکار آنها با التفات به ضروری بودنشان بدون اینکه شبهه‌ای برای شخص پیش آمده باشد کافر است و ترک حج یا سبک شمردن آن به منزله کفر است. حج در تمام عمر یک بار بر فرد مستطیع واجب می شود که حجت الاسلام نام دارد، گرچه ممکن است به جهاتی مانند نذر، عهد، قسم، بطلان حج انجام گیرد و مانند اینها چندین بار واجب گردد و غیر از آن حج واجب، حج عملی مستحب می باشد. وجوب حج با پیدا شدن شرایطش فوری است، یعنی باید در سال اول استطاعت انجام شود و اگر در سال اول عمدن و یا به جهت عذری ترک شد باید در سال دوم و در صورت ترک در سالهای بعد انجام گیرد. با دانستن این واجب در دین بیندیشید و خود کافر و یا کافر نبودن خود را مشخص کنید و برای پاکی و بازگشت به دین اقدام فرمایید. حال شرط ها را بیان و درباره هر کدام صحبت می کنیم. شرایط وجوب حج: اول، بالغ باشد. این شرط آسان است، هر شخصی می داند بالغ شده و یا نشده. مقصود بالغ شدن فیزیکی است و نه معنوی. کسانی هستند که پس از سفری کردن عمری طولانی هرگز بالغ نمی شوند و رشدی در مغزشان پدید نمی آید. دوم، عاقل و آزاد باشد. آخ جون، این شرط دشوار را چگونه تشخیص دهیم؟ کدام از ما می توانیم به ناعاقل بودن خود پی برده و وضع مغزمان را معین کنیم؟ آیا ناعاقلی را می شناسید که بتواند به ناتوانی مغزی و اشتباه های خیش مطلع باشد؟ اما آزاد بودن یک عبارت تاریک و نامفهوم است. مقصود در این عبارت بنده خریده شده نباشید. در اینجا می‌بینیم دینی که برای پخش عدالت خدایی برای آفریدگان نازل شده به طور ضمنی بندگی و خرید و فروش انسان‌ها را تجویز می‌کند. خریده شده‌ها چنان ناچیز می‌داند که شایسته انجام وظیفه مهم حج را ندارد. ما خریده نشده‌ایم، اما کدام یک از ما از آزادی برخورداریم تا بدانیم آزادیمان تا چه اندازه است؟
هر کس چوپان ما شد بر سر ما آن می آورد که بیشعوری های انباشتوده در مغزش به او تلقین می کند. عملا ما را بره کرده و خود را زرخریدش می شمارد. بر جان و مال ما تسلط کامل دارد. سوم، به واسطه رفتن به حج مجبور نشود کار حرامی را که اهمیتش در شرع از حج بیشتر است انجام دهد. یک مثال از این شرط به این معنی است که نباید دزدی کنیم تا به حج رویم، از وضع خودمان سوء استفاده کنیم و با چاپیدن و ظلم وسایل و هزینه حج را فراهم سازیم. آیا بزرگان هر که باشند توان برآوردن این شرط را در اختیار دارند؟ چند تن از آنان ظلم و دزدی نکرده اند یا در فساد دست نداشته اند؟ چهارم، عمل واجبی را که از حج مهمتر است ترک ننماید. با اتکاب این شرط اغلب رهبران صف اول و دوم از رفتن به حج فرار و مشغول بودن به خدمت مردم را بهانه قرار میدهند. بنابر واجب بودن حج عملا آنها در این امر تأخیر کرده و کافر هستند. پنجم، مستطیع باشد توشه راه و چیزهایی را که بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است دارا باشد. اگر متمکنین ثروتمند را کنار بگذاریم، اغلب تهیدستان برای فراهم آوردن مخارج رفتن به حج و اضافه لقب حاجی به نام خیش خود و وابستگان را از خیلی چیزها محروم می کنند. ششم، مرکب سواری یا مالی که بتواند آن را تهیه کند داشته باشد. اکنون مخارج سفر به حج از پیش پرداخت می شود و مرکب به هواپیما مبدل شده. هفتم، سلامت مزاج و توانی آن را داشته باشد که بتواند به مکه رود و حج به انجام آورد. اگر این شرط برقرار بود، صدها تن بر کولها و چرخ سوار نشده و مراسم حج را برگزار نمی کردند. این معلولین یا پیران با تحمل درد و رنج برای خود و زحمت به همراهان به حج می روند. مشکل سیر ایجاد می کنند که یکی از دشواری های اجرای مراسم حج است. هشتم، در راه مانعی از رفتن نباشد و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند، حج بر او واجب نیست. ولی اگر از راه دیگری بتواند برود، اگر چه دورتر باشد، در صورتی که مشقت زیاد نداشته باشد، باید از آن راه برود. سوال من اینجاست، چرا با سند قرار دادن این شرط آیت الله های ایران که شرایط اوضاع را در کشور برگزار کننده حج نامناسب می‌بینند، این مراسم را غیر ضروری اعلان نمی‌کنند و صرف این مخارج هنگفت را جلوگیر نمی‌شوند؟ نهم، به قدر کافی برای به جا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد. البته که داریم، همه چیز را فدای رفتن به مکه می کنیم. وقت بی ارزش آسان و فراهم است. دهم، مخارج کسانی را که خرجی آنان بر او واجب است، مثل زن و بچه را فراهم کرده باشد. حجاج به هر وسیله‌ای که باشد این شرط را برمی آورند. یازدهم، بعد از برگشتن کسب یا زراعت یا آیدی ملک یا راه دیگری برای معاش را حفظ کرده باشد و برای امرار معاش به مشکل و زحمت زندگی روبرو نشود. در این روزگار ما غالبا اجرای این شرط هم ساده و آسان است. امیدوارم گفتار امروز را خوب شنیده و خود تشخیص دهید. از نقطه نظر اسلام آیا شما واجب الحج هستید؟ در صورت تشخیص و نتیجه گیری مثبت، کاروان حج تلویزیون مردم را برگزیده و با پرداخت هزینه ثبت نام کنید. مطمئن باشید در همه جا و وقت از بهترین وسایل و خدمتها برخوردار خواهید بود. هفته آینده مراسم حج را اجرا خواهیم کرد. لطفاً با ما باشید. خوش و خرم و با نیت پاک به سلامتی رفته و با تندرستی باز می گردید. حجتان پیش از پیش مبارک باد. خیلی ممنون. همونجوری که تو برنامه خودم گفتم، به نظر من این قسمت مردم تیوی و سفر حج و اینا رو، ضمن اینکه شما به شوخی میگید ولی اگر حذف کنید من ممنون میشم. و
اگر اون ایرادایی که شما گرفتید که به جا هم هست اونا رو بیشتر به اصطلاح توضیح بدید، من فکر کنم بهتر باشه تا اینجوری تمام شرایط و ضوابط اینها رو بخوایم بگیم. و اتفاقا من امیدوار بودم وقتی که خمینی میاد ایران اولین کاری که میکنه اون ماجرای حج رو تعطیل کنه و بگه تو این کوچه اگه 5 نفر میخوان برن حج، این 5 تا یکیش یه توالت عمومی بسازه، 4 تاش یه مدرسه بذاره، تو خیابون اونوری 10 نفر یک کلینیک درست کنه. و دیدیم که نه، متاسفانه اینها هم همون به اصطلاح عقب افتاده های دینی و فکری و مذهبی بودن و بدتر از قبل شد. شما تو صحبت آخر صحبتاتون گفتید پیش از پیش، فکر کنم پیشا پیش درست باشه. پیشا پیش یعنی قبل از اینکه شما این کاری رو انجام بدید، مثلا میگیم پیشا پیش تبریک بهتون میگیم سال نو رو. حالا شاید شما اونجا میگید پیش از پیش، این یه چیزی که باید یاد بگیرم من. و اما دادگاه لاله دادگاه اینجا نوشتم لاله دادگاه لاله دادگاه بین المللی، این فیلم ساخت ایران، اینجوری که دوستمون گفت این سریال هست، میگن قسمت دوم به اصطلاح، مثل اینجا بهش میگن سیزن، مثلا یعنی فصل سال دوم قسمت چهارم، چی بهش میگن اپیزود سیزن 5 اپیزود مثلا 14. این امریکن مید رو نمیدونم رو اینترنت هست یا نه، ولی توی نتفلیکس هست، اونی که ماهیانه بیه پولی میدید میتونید تماشا کنید. تام کروز هم توش بازی میکنه و همینجوری که آقای ایران بو میگفت، بعضی وقتا اینا میرن سراغ آدمایی که درآمدشون خیلی کمه و زندگیشون خیلی بده، احتیاج به پول دارن و به خاطر این پول حاضرن هر کاری انجام بدن. اونا هم میرن دنبال یک خلبان هواپیما و خلبانه رو میگیرن، استخدام میکنن، از یه هواپیمای کوچیک میبرنش هواپیمای بزرگتر و اینها. داستان جالبیه به نظر من، اونایی که امید بستن به ترامپ این داستان رو ببینن، چون ترامپ کپی رنگ باخته یا جعلی آقای ریگانه. اون که اصلی بود چه تاج گلی بر سر ایرانی ها زد که این بزنه. و اما پتیک یه پیامی فرستاده، همین گفته که به زاهد هفتلنگ هم بگو از دشمن جنگی عراقی دوست ساختی، این پول را به هموطن نادان که برایش جنگ کردی ببخش. من 20 سال پیش یک همزبان 9000 دلار پولم را خورد، حواله دادم به تقدیر، شبها در عوض راحت میخوابم. اون روز من در رابطه با مهران صدری براتون صحبت کردم، باز اگه کسی هنوز میشناسه و یادش هست و میدونه کجاست، اگه زنده است خبر بده، چون شنیدم رفته بود ایران، گویا وقتی که خواسته بیاد همسر قبلیش مهریش رو به اجرا گذاشته و این آقا رو انداخته بودن زندان. من وقتی که از تلویزیون رنگارنگ اومدم بیرون، این مهران صدری آمد سراغ منو و ای کاش نیامده بود. اگه نیامده بود خب چند ماه زودتر میرفتم دنبال این تلویزیون، یا شاید اصلا دیگه جدا میشدیم، راحت میرفتیم دنبال کار زندگی. آمد که بیا با ما کار کن. گفتیم خب کیه چیه؟ گفت من این خانمی بود به نام مرجان یا مژگان باهاش بود و همه این بیچاره ها هم فوری اینو میبردن تو خونه مجانی میبردن، با داداششون رستوران داشت، با پدر مادر معرفی، پولای اونا رو میگرفتن میدادن به این. تو این ماجراهای پولای اینا رو میگرفت خرج کرد اینا، یه 18000 دلاری هم اون موقع ما پول زیاد داشتیم، مثل الان نبود که بعد از 20 سال کار کردن با ایرانیا 2000 میخوام یه چیزی خرج کنیم باید بودجه بندی کنیم، پول زیاد داشتم. زنگ میزد سوربی جان من این نمیدونم برنامه فولادوند برام پول از این مزخرفاتی که همه اینایی که چک قلابی به اینو میدن، همه اینایی که دروغ میگن چکو پست کردم وقتی میاد تازه امضا نداره شما دوباره میفرستی اینها، اگه میشه یه 1000 دلار، یه 2000 دلار، یه 5000 دلار. ما یه دقیق نگاه کردیم 18000 دلار ما پول دادیم به این آقا و بهش گفتیم نه آقا دیگه ما به شما پول نمیدیم، اگه این آقای فولادوند و دوستانش
بلد نیستن وایر ترانسفر کنن برای شما، خب شما برنامهشون رو قطع نکن، قطع کن وقتی پول اومد و اینها. خلاصه دیدیم نه، گویا اونا هم به این پول میدادن، این فکر کرده حالا که ما پول داریم خب یک تیکه گوشت ما رو این بکنه. بهش گفتم که مهران اگه اینجوری کنی من میبرم دادگاه. بعد خب آدم خوش زبونی هم بود، با وجودی که سواد اصلا نداشت، خیلی خیلی وضع سوادیش بد، منو برد این رستوران پارس مال آقای منصفان، آقای رضا منصفان، گفت که بشینیم با هم صحبت کنیم. گفت من یه چیزی از شما میپرسم، میدونم شما میخواین گوش منو بگیری تنبیه کنی، درسته؟ گفتم ها. گفت ببین اگه گوش منو بخوای بگیری بکشی بالا که گوش من درد بگیری، با خودت زور بزنی دستو بیاری بالا. اگه گوش منو بگیری بخوای بدوینی دور حیات که من اذیت بشم خسته بشم، تو هم باید همراه من بدوی دور حیات، درسته؟ گفتم آره. گفت حالا مطمئنی من میخوای بری دادگاه؟ آخه برو دادگاه، من که چیزی ندارم اینجا، تو که داری میبینی من دخترام تو ایران التماس میکرد به این و اون که بیا دختر من رو، دخترای منو اداپت کن. بهش میگم آخه احمق، تو کلمه اداپشن رو میدونی یعنی چی؟ وقتی یه نفر دختر تو رو اداپت کنه میره به دادگاه، میگه قانونا این بابا و مامانش میخوان این دختر رو بدن به ما و حتی فامیلش رو عوض میکنن. و تو چجوری به مردم اطمینان میکنی دختر دو دختر جوان کوچولو رو میخوای بدی به اینا ببره تو خونه؟ اونم اینی که آقای وودی آلن میره با زنش یه دختری رو میاره به دختر تجاوز میکنه. آقای سناتور اینجا داشتیم رفته بود یکی آورده بود گفته بود اینو نگه میدارم وقتی شد 18 سال باش ازدواج میکنم. خب خدا میدونه اون مدت هم بهش بالاخره. خلاصه این ماجرا رو گفتیم برای آقای زاهد هفت لنگ، نه اینکه خدای نکرده تو سری زده باشیم به مهران صدری، که بعضی وقتا لازمه اینا بلکه یه تو سری بخورن آدم بشه. میگه که کوته فکری رو ببین، وقتی احساس انتقام مانند دیگر احساسها، خوب شد دوباره در رابطه با همینه، مانند دیگر احساسها بر مغز غلبه میکند از عقل از کار میافتد. کنسولگری عربستان در استانبول ادعا میکند دوربینهایش ضبط نمیکنند. این ادعا خریدار ندارد. در خیابان دوربینهای دولتی وارد شدن را ضبط کرده. در فیلم دو گروه 15 نفری هنگام ورود و پس از خروج دیده می شوند. این گروه متخصصین تشریع و افسران امنیت هستند. یک یکشان شناخته و با عکس و شغلشان مفتضح شدند. روزنامه های ترکیه آنان را شناساندند. کشته شدن جمال خاشقچی تأکیدم شد. اکنون باید دید این رژیم خوناشام و دوست غرب چگونه از این جریان خارج می شود. اتفاقا دیدم آقای عزیزانم یه چیزی برای من فرستاده بود که تک تک شدن بدن این چیز، گفتن قبل از اینکه وارد کنسولگری بشه بدنش تک تک شده بوده. گفتم حالا گور پدر عربستان، ما با اینا بدیم اونا با ما بدن، ولی آخه خودتون از خودتون سوال کن. حتی همین اگر میخوان کسی رو بیارن نمیدونم متخصص دکتر و تک تک شدن و اینا رو برمیدارن میارن توی سفارت، معمولا میندازنش عقب ماشین، یه گازی چیزی هم میبندن، دستمالی هم میکنن دهن صدا نده، میبرنش یه خونه یه جایی باقی تک تکش میکنن همونجا تو اسیدی تو آتشی توی به اصطلاح زیر درختی خاکش میکنن، اون درختم از همه اونا بیشتر چی میکنن. در هر صورت وقتی هنوز کشته شدن این تایید نشده به اصطلاح اون روش ها تأکید نمیتونه بشه، چون تأکید یعنی یک مهر اوکی بر یا مهر تاییدی بر یه چیزی. در هر صورت این ماجرای این خبرنگار که رفته توی سفارت و رفته توی سفارت عربستان در ترکیه و بعد دیگه ناپدید شده. یه خانمی بود به نام الهام چرخنده، این هنرپیشه یا بازیگر فیلم‌های ایرانی بود، حتما شما یادتونه. این یه جایی هم از
آقای خامنه‌ای دفاع کرده بود، حمله و فلان و اینها، گویا به بچهش و اینها هم مردم بدرفتاری کرده بودن. اومده بود با گریه و زاری میگفت که خب من عقیدم اینه، شما به بچه من چه کار داری؟ که من هم موقع یادم به پروین ملکوتی افتاد، اون خانه قمر خانم، میگفت این بچه ها میشنن این فیلم ها رو نگاه میکنن و تو مدرسه میدونن این پسر منه، این پسره رو اذیت میکنن، یا اون پسری که نقش اینو بازی میکرده تو فیلم اذیت میکنن که چرا مادرت به همسایه ها به اصطلاح اذیت میکنه. شما اینو داشته باش. تو همین آمریکا یه فیلمی بود به نام فراری که دیوید کی بازی میکرد، خلاص تو ایران هم نشون میدادن، اون مرده که به اصطلاح یا دادستان بود یا مامور پلیس یا اف بی آی بود و مامور شده بود بره دنبال این آقای دکتر فراری، اون مردم توی زندگی حقیقی رفته بودن تهدیدش کرده بودن، توی به خونش سنگ زده بودن، حتی میگو آقا غلط کردم این فیلمو بازی کردم، ملت این فیلمه. دوست خوب خودمون آقای مازیار جبرانی یه چند تا نقش بازی کرد در نقش تروریست به اصطلاح، حالا ایرانی که نه، تروریست عرب فلان اینها، اینم دید آقا زندگیش داره چیز میشه، آمد گفت که بابا کتاب نمیش، نوش من تروریست نیستم، من فقط نقش تروریست رو بازی کردم. حالا همه اینا رو براتون گفتم، براتون گردونم به این خانم چرخنده که دوباره چرخندگی شروع شده و آمده در به اصطلاح بازار تلویزیون و فیلم و اینها، و گویا قراره یه فیلمی درست کنن که درباره مجاهدین و اینها هست و نوشته بودن الهام چرخنده در نقش رئیس مجاهدین. شما به من بگید رئیس مجاهدین کیه؟ منظورشون رهبر مجاهدینه، رهبر عقیدتی که مسعود رجبی، منظورشون رئیس جمهوره که خانم مریم رجبیه، منظورشون نخست وزیره که مهدی ابریشمچیه. پس اینجا فکر کنم همون منظورش مریم رجبی. میگه که تسنیم نوشت خبر شروع فصل دوم سریال آوای باران با حضور دوباره الهام چرخنده در دنیای هنر توجه خیلی از رسانه ها را به خودش جلب کرد. خب جالبه، من تا اینو دیدم گفتن اینا فکر کردن حالا که این خانم منفوره، حالا که این خانم منفوره مردم ایران هست، چه بهتر ما در نقش یک سازمانی که منفور هست این رو به اصطلاح بازی بدیم. و اینجوری آقای فرخ میگه سوربی عزیز مسیجی در تلفن گذاشتم، لطفاً آن را چک کنید. چشم، بعد از برنامه. من بارها گفتم، من ببینید مثلا مسیج آقای زاهد هفلنگ، مسیج آقای چمنارا، مسیج دوستان دیگر رو بعد از برنامه چک میکنم، اگر ربطی به برنامه من داشته باشه، اگر ربطی به شخص من داشته باشه، اونا رو تو برنامه ازش استفاده میکنم، اونم با تشخیص و با صلاح دید خود من. این که من اینجا از ساعت 12 بیام این میکروفون کار نمیکنه، اون دوربینه کار نمیکنه، این چراغ سوخت، اون یکی زرورقش افتاد، این دوربینه رفته رو دمو، همه این کارا رو بکنم، بعد شما اومدی سر کار خسته، حالا نشستی یه چایی هم دم کردی گذاشتی جلوت، نهارت هم خوردی، اینجوری هم لم دادی، داری برنامه سوربی رو نگاه میکنی، آها سوربی گفت یونایتد نیشن، نه آقا این غلطه، اینجوری بگو، نه عزیز من اینجوری کار نمیکنه. اگر از خودتون سوال کنید، اگر قرار بود برای هر پیامی که میذارید مثل تلفن‌های دیگه، مثل تلویزیون‌های دیگه، دقیقه‌ای 2 دلار، 3 دلار، 1 دلار، سلام بابا، های او اپل ساس، اوکی آره، خرج می‌کردیم، آیا اون موقع هم زنگ می‌زدیم یا فقط به دلیل اینکه حرف مفته ما می‌زنیم؟ آقا برای حرفای خودمون ارزش قائل بشیم، خانم برای حرفای خودمون ارزش قائل بشیم. ممنونم، متشکرم، ما شما رو دوست داریم، ولی من نمیتونم
برنامه رو اینجا شروع کنم، یکی زنگ بزنه از حسن آباد صدای اونو پخش کنم، بعدم اعصابم خراب بشه داغون بشن، برنامه بره سمت سوی خودش. من 20 تا 30 تا موضوع مختلف گذاشتم اینجا که امروز اگر همین پیام‌ها رو نگیرم و اینها بیشتر، یکیش همین این خانم چرخنده رفت اینجا چیم. بعد میگه که آقای چمنارا به من میگه، میگه که میدونم چی میگی، جالب است که اسب مرده طرفدارانی دارد. آقای چمنارا یه برنامه‌ای داره که حقیقتش برای من به صورت تکراریه، تکرار مکررات، ذکر مصیبته، هیچ برنامه برای فردا نیست، یه سری هم امید و آرزوه. حالا بشینیم سال 2020 دنیا اینجوری میشه، اونم اونجوری میشه. خب آقا اگه اینجوریه اوکی بشینیم صبر میکنیم چشم. ولی بعضی وقتا برنامه‌ای که دارن توی این رادیو توی اون رادیو برای من میفرسن، بعد به من میگن تو گوش دادی؟ میگم نه عزیز من، من نمیدونم شما چند تا دوست داری، ولی من 20,000 تا دوست و دشمن دارم و این 20,000 تا 10 تا 20 تا 30 تا پیغام میفرسن، 10 تا 20 تا 30 تا ویدیو میفرسن، 30 تا نامه میفرسن، همشون هم انتظار دارن من هم بخونم، هم تماشا کنم، هم گوش بدم، هم بعد بشینم نظرمو بگم. تازه حالا نظر که دادی شروع میشه، اگر مهمون مایی تازه دل باش بیا جلو، حالا تو بگو اون بگو، تو بگو اون بگو، من یه خط می‌نویسم اون 4 خط می‌نویسه، من 4 خط می‌نویسم اون 16 خط می‌نویسه. براش نوشتم نه آقا من وقت ندارم و این کسایی که شما دنبالش هستید، آقای نوری علا و آقای رضا پهلوی، اینها اسب‌های مرده این فعالین هستن و شما داری به اسب مرده شلاق میزنی یا رو اسب مرده داری شرط بندی میکنی، کار اشتباهیه. ایشون جواب داده به من، جالب است که اسب‌های مرده طرفدارانی دارن. 8 جون نوریزاده تجزیه طلبها و طرفداران شاهزاده را به دانشگاه جورج واشنگتن دعوت کرد. آخر برنامه شخصی که بعداً معلوم شده نام اصلی او شهریار قبادیان هست، 5 دقیقه از طرف شاهزاده حرف زد و از 3 ماه پیش شده شعبان با مخ شاهزاده. این ویدیو درگیری من با این شعبان با مخ است، اگر گوش کرده بودی متوجه میشد. خب حالا من نمیدونم اون شعبان بی مخ یا با مخ که شما میگی، اگه کسی مخ داشت دنبال رضا پهلوی و نوریزاده نمیرم، احتمالاً بی مخ و اون چند سالشه. ولی خب شما بارها اومدی اینجا و من باهات صحبت کردم، از من مسن‌تری. آخه دعوای افراد مسن خنده داره. یادتونه حتی اینجا وقتی ترامپ داشت به اصطلاح نامزد ریاست جمهوری بود و فعالیت میکرد، یه دفعه یکی از اینا گفته بود که من یه مشت میزنم بهش، اون یکی هم گفت منم میام به تو مشت میزنم. اینجا شما نمیدونید شب مسخره میکردن که ما بی‌صبرانه منتظریم که این دوتا پیرمرد بیان یه جایی و ما حاضریم بلیت بخریم دعوای اینا رو نگاه کنیم. تفاوت دعوای فیزیکی مشت و لگد با این دعوای ویدیویی هیچی نیست. نتیجهش چیه؟ آقای چمنارا دوست عزیز، شما با اونی که مخالفی وقتت رو تلف نکن. یعنی شما فکر میکنی اینا نظرشون عوض میشه؟ برو وقت بذار اونی که فکر میکنی، اینجا میگن undecided، هنوز تصمیم نگرفته، برو اون رو قانع کن بیارش توی جنبش خودتون. حالا جنبشی دارید؟ حزبی دارید؟ اگه ندارید خب مشکل حالا دیگه دوتا شد. اول برین یه جنبشی، حزبی، گروهی، دسته‌ای رو علم کنید، بعد 4 تا هم جمع کنی، بعد به همون بگید که هی شعبون بیمخ نگاه کن تو تنها هستی، ما 6 نفری بیای این وقت. آمد نعمت شما 6 تا برید آخونده رو به اصطلاح کله پا کنید و بندازید و هر کاری دلتون میخواد انجام بدید. ممنون و متشکرم. این پیام زاهد بود که براتون پخش کردم. 2 تا پیام گذاشته بود، توی اولیش یک کمی هم با عصبانیت هم اسم یه نفر دیگر رو آورده بود، من اونو پخش نکردم. توی دومیشم که اسم آقای نصر احمدی رو آورده بود، فوش داده بود، فوشی که نصر احمدی به این داده. وقتی شما فوش میدی دوستان از تلویزیون ما فوش میشنوند از دهن شما، چون اون موقع نصر احمدی ماکسیمومش کسی که میگی شما پولتو خورده دروغ میگه، بعدم میگه آقا اینا دروغ میگه.
بله، باز برگردیم با آقای چمنارا. آقای چمنارا اینجا نوشته: با سلام و درود، سالهاست که از شاهزاده اعلیحضرت رضا شاه دوم دو سوال میشنم. ببین آقا، شما هنوز میترسی در آمریکا به این که پدر بزرگش آمده گفته آقا این لجن، این لقب آقزاده و شازده و نمیدونم میرزا و اینا رو از جلو و عقب اسامی بردارید، شما هنوز میترسی بگی آقای رضا پهلوی؟ وقتی شما اینقدر میترسی از یه آدم بی عرضه‌ای، خب من اگه جای داداشتون بودم، اگه جای خواهرتون بودم، اگه جای شوهر خواهرتون بودم، میگفتم آقا شما در همون رشته فعالیت برق و ساختن پایگاه‌های نیروگاه و تولید برق و اینا فعالیت کنید، کار سیاسی و اینها مال شما نیست، بابا قبول کنید. بله، از ایشون سوال می‌شود: آیا وقتی رژیم اسلامی را سرنگون می‌کردید، می‌خواهید طبق قانون اساسی مشروطه تمام اختیارات شاه را داشته باشید؟ اگر می‌خواهید طبق قانون اساسی حکومت پارلمانی شاه بشوید، قانون اساسی مورد تایید شما کدام، تایید شما کدام است؟ آقا این طرف میگه من شاه نیستم. اینا که اومدن فرشگرد و اینا را انداختن، مرده اون خانم ازش میپرسه آقا این نمیخواد جازو چیزی باشه، ما شما آوردین گذاشتینش محور. میگه نه، ما اینو نذاشتیم محور چون ایشون کریزما داره، ما آوردیمش اینجا. گفتم آقا برید گم شید، این اگر چیزی داشت 40 سال خودش ازش استفاده میکرد. در هر صورت اینم از این ماجرا. بریم سراغ نوشته‌های دیگه‌ای که در این برنامه گذاشتیم و برای شما پخش می‌کنیم. ترامپ گفت موسیقی تیلر سویفت را 25% کمتر دوست داریم. خانم تیلر سویفت، من حالا عکسشو بهتون نشون میدم، یه خواننده جوانیه که خیلی گل کرده تو چند سال گذشته و میدونید اینجا هم هنرمندا چند تا به اصطلاح دسته و گروه هستن. یه عدهشون مثل اون خانم کیه که خواننده قدیمی هم هست، سینه های بزرگی داره، کپل بزرگی داره و اینها. راستی راجع به کپل صحبت میکنیم، میدونید یه خواننده سیاه‌پوستی هست به نام کنیا وست، یه هم چیزی، این خیلی طرفدار ترامپه. زن این اون خانم کارداشیانه که باسن خیلی بزرگی داره، باسن معروفی داره، روی باسنش لیوان شامپاین گذاشته بود از جلو، نه از جلو فلانش، از جلو به اصطلاح شامپاین باز کرده بودن و میریخ پشت سرش توی این لیوان، چون روی باسنش میتونید شما یه اتاق یه بدرومه بسازید. بالاخره به این نتیجه رسیدن که این آقای کانیه وست چون دنبال باسن گنده ها هست، از ترامپ هم که هم لیزی اسه، هم فت اسه، هم باسن گنده هست خوشش میاد. این هم جو که دیشب این خانم گفته من دیگه خسته شدم از این ریپابلیکن ها و اینها و آمده جلو و میخواد در انتخابات آینده دموکرات ها رو حمایت کنه و گفته در دو سال گذشته ما جوان های زیادی داریم که اینها 18 سالشون شده و میخوان رای بدن، اینها رو دعوت کرده. دیروز وقتی که ترامپ داشت سوار هواپیما میشد ازش پرسیدن نظرت راجع به این تیلور سویفت چیه؟ برگشت گفت که چی گفته؟ گفتن گفته اینجوری من میرم دنبال دموکراتا. گفت خب من حالا 25% کمتر دوستش دارم یا موسیقیشو گوش میدم. هشدار صندوق بین المللی پول نسبت به این تبعات هست یا تبلیغات جنگ تجاری چین و آمریکا. تبعات فکر کنم یعنی چیزایی که یه کاری که شما انجام میدین حاصلش یه چیزایی میشه، میگن یعنی نتیجه اون. صندوق بین‌المللی پول پیشبینی خود از رشد اقتصاد جهان در سال 2018-2019 را کاهش داد. بیشتر بخوانید، حالا لازم نیست ما بیشتر بخوانیم، ما اینجا چند تا خبر رو میگیم، شما هر کدومش براتون جالب بود میرید دنبالش. آمریکا از عربستان خواست درباره پرونده جمال خاشقجی شفاف باشد. از دولت سعودی می‌خواهیم درباره ناپدید شدن آقای خاشقجی بررسی جامعه انجام دهد و نتایج آن را به شکل شفاف ارائه کند. اینم از این. بعد این مرده که مال فیلیپین هست که خودش هم چندین بار گفته من به اصطلاح
خاطی‌ها رو میکشم و هیچ عبایی هم ندارم، معتادا و دراگا و اینا رو. و یه دفعه به اوباما فوش داد، به اوباما گفت این مادر قحبه، حالا دوست صمیمی ترامپ، چون ترامپ هم مثل این روش لاتو مافیایی رو دوست داره. این آقای دوترته گفتن سرطان نداره، اسمش رو من کامل نمیدونم چیه، همین بدونید که رئیس جمهور فیلیپینه، گفته عموم مردم باید از وضعیت سلامت رئیس جمهور مطابق قانون اساسی فیلیپین، عموم مردم باید از وضعیت سلامت رئیس جمهور مطلع باشن، درست این ایران که همه از سلامتی شاه و این الان آخونده ما مطلع هستیم. اینو شما داشته باشید. خب بریم بعدی. خبر بعدی میگه که آها، یه دوستی که گفتم اتفاقا چند مدت پیش قهر کرده بود، گفت که آقا ما باید نظر اونو بدیم، گفتم نه اینجوری نیست، شما هی بیای اینجا بنویسی 30 تا یکی پس از دیگری بنویسی، انتظار داشته باشی منم بخونم جوابتو بدم. گفت خب اگه اینجوره پس من میرم سراغ کار خودم. گفتم خب برو به سلامت. همونجوری که گفتم مثل که یه گشتی زده، چیزی بهتر از اینجا پیدا نکرد. برگشته اومده گفته که more and more I do notice، میگه بیشتر و بیشتر من متوجه شدم که شما یه چیزایی درباره تو برنامه میگی که حقیقتا هیچی نیست. گفتم ای بابا، ما 20 ساله داریم میگیم برنامه‌های ما درباره هیچیه، درست مثل فیلم ساینفیلد. دیگه چیزی رو که خود طرف میگه که شما نمیتونی اونو استفاده کنی براش. وقتی من میگم آقا برنامه ما یا خانم برنامه ما یه سری مزخرفات، ترشحات مغز منه، تراوشات مغز منه، نظرمو میگم، شما میتونی مزخرفات تو به صورت تلفن، به صورت برنامه، به صورت آدیو بفرسی، اگه من دوست داشتم پخش میکنم، ولی اگه بخوای پول بدی پول میدی پخش میکنم، ساعت میخوای. همین دوستمون 10 بار ازش میپرسم شما چی میخوای که من بگم، هر چی میخوای من اونو نمیگم، شما بیا جلو خودت بگو، 10 دقیقه پیام بذار، 3 دقیقه پیام بذار، ما پیامتو پخش میکنیم، اون وقت من در مورد نظر شما نظر میدم. ولی این که شما میاد به من میگه، شما میاد میگی ترامپ شارلاتانه و میری، خب نظرمو میگم، امروز میخوام خودم خالی بشم، راحت باشم، به قول دوستمون با خیال راحت برم زندگیمو انجام بدم. ولی شما نظر چیه که نمیتونی بیانش کنی، بعد میخوای من برای شما بیام بیانش کنم؟ آخه مگه میشه همچین چیزی؟ مگه من مجری برنامه تلویزیون شما هستم؟ اگه هستم خب حقوق بدید، حقوق بدید، منم این برنامه رو میگیرم دستم، میگم اینو خانم فلانی گفته، از قول شما میخونم، اینو آقای فلانی گفته، از قول اون دوستمون میخونم، درست همون چیزی که به دوستمون گفتم که آقا من میخوام برنامه رادیو را بندازم، ولی شما برای من تبلیغ کن، شما برای منم مشتری بیا. شعر فرهاد یادتونه؟ کی میگیره فراش باشی، کی میکشه قصاب باشی، کی نمیدونم میپز آشپز باشی، کی میخوره حکیم باشی. همه ما ماشاءالله حکیم باشی هستیم، هممون هم از حکیم باشی ها بدمون میاد. خب این حالا ما هی گاهی وقتی اذیت میکنیم به این سعید کاووسی، ولی درست میگه، همه ما از چیزی که خودمون هستیم بدمون میاد. خودمون هم یکیش دیر برو، سعی کن پول نده، سعی کن خسیس باش، فلان اینها. ولی خب آقای سعود رضا پهلوی که جای خود دارد، امروز کسی اجازه ندارد بگوید بالای چشم ترامپ ابروز. دیروز عکسی گذاشتم راجع به زن ترامپ که 100 تا فحش و توهین شنیدم که به اسب شاه گفتم یا بو. بازم بذار اتفاقا باید خوشحال باشی، نشون میده. ببین شما، من وایسادم اینجا 100 تا تیر بزن، اگه از این ور از اون ور رد بشه من که نمیگم آخ، ولی وقتی تیر رو میزنی میخوره به من، صدام در میاد، نشون میده تیر شما داره به هدف میخوره. خوشحالم که نقل زن ترامپ گفتین. زن ترامپ یک زن، نمیشه بگی احمقه، به نظر خودش زن سمارتیه، زن باهوشیه. میگه من چرا، من یه خارجی اومدم اینجا بیام برم تو آشپزخونه کار کنم، به جای آشپزخونه میرم یه ساعت لنگمو میکنم هوا، آسمونو نگه میدارم که ستاره ها نیفتن، با این پولدارا میخوابم، و رفته خوابیده این کارا رو کرده. بعد یکیشو که گیر آورده این خر بزرگ،
افتاده باهاش. حالا هم نمیاد بگه آقا این من نباهاش میخوابم نباهاش کاری دارم، حاصل زندگیشون هم یه بچه ایه که هی داره صداش در میاد، این بچه بیچاره عقب افتاده است، اون بارن، بارن اسمش، عقب افتاده است. حالا اسمش نمیدونم، یکی ها میگن آرتیست یه از این چیزا میگن. بله این بلند شد یه 5 روزی بره آفریقا. حالا هم گفتن از سون از که این گفت آفریقا کشورهای شتهول هست، سوراخ گویی، این درست بلند شده رفته همون سوراخهای گویی. بعد درست کارایی که اوباما و زنش انجام دادن، رفتن با اون مردم، با اون قسمت رابطه برقرار کردن، این رفتن. ولی این چون آدم نچسبیه، رفت یه لباسی پوشی که این لباس رو اونایی که میرفتن یه جایی مستعمره را بندازن. تو فیلمای هندی دیدید سربازای انگلیسی که میان، یه سریشون سربازای هندی بدبخت، ولی فرمانده که میاد یه از این کلاهای شکاری سفری بهشون میگن که آفتاب نخوره و یه چوبم، چوب تربیتی هم زیر دستش رو اینها. این خانم رفت اونجا این لباس پوشید، بعد اومد گفت که شما هی به من نگید که چرا این لباس رو پوشیدی، ببینید من چی کار کردم. البته یکی گفت راست میگه، به این نگین چرا چی پوشیده، چون وقتی چی نپوشه بهتره. عکسای لختیشو دیدید حتما، برید بزنید نود پیکچر آف نمیدونم اسمش هم چی چیه، ملانیا. در حسن طرف میگه آقا تو چی کار کردی، تو اومدی اینجا یه جنبشی را انداختی که ما با اونایی که زور میگن، بولینگ میکنن روی اینترنت، میخوایم مبارزه کنیم. خب این که تو خونت نشسته، بزرگترین بولی همین شالاتانه، چرا با این مبارزه نمیکنی؟ رفتی آفریقا، آفریقایی که نه آب داره بخوره، نه گوش داره بخوره، نه یه سریش دستپا ندارن به خاطر مرواری که داشتن، یه سریشون اسلحه دست همه به خاطر منابع دیگه ای که داشتن. حالا تو رفتی اونجا چه تاج تری به سر اینا بزنی؟ و تو میخواهی به تنهایی جنگل باشی، اون شعر چیز در صورت. بله خیلی ممنون که گفتی، اتفاقا دوباره برو عکسای دیگه هم بذار، دوباره برو نوشته های دیگه هم بذار. زدی به هدف، آقا حالی که زدی به هدف، سربازی رفتی 3 تا تیر میدادن بهش، میگفتن تیر قلق، که این تفنگی که امروز دستت افتاده وقتی میزنی ببینی زیر سیب، میگفتن ها هدف رو میگفتن سیب، هدف سیبل مقابل، بعدم میگفتن زیرشو بگی که وقتی میزنی تفنگی یکم میاد بالا، تا میرسه تیر اونجا بزنی. تفنگو که میزدی 3 تا تیر، تفنگی تو میذاشتی زمین، را میافتادی میرفتی طرف سیبل، نگاه میکردی میدیدی یکیش اینجا خورده، یکیش اینجا خورده، یکیش اینجا، چشم چشم شما، تفنگم همون تفنگ، بر میگشتی. این دفعه چند تا میگرفت؟ GSA 20 تا میگرفت، M1 M1 5 تا میگرفت، یه همچیز. تیر رو میذاری اون وقت شلیک میکنی، بعد میرن حالا یا با خودکار یا با فلان نمره بهت میدن، شما آقا زدی تو هدف، ول نکن دیگه هدف. بله میگه شما هم به شام در ابوظبی دعوت شده اید، ما هرگز گذشته من را فراموش نمی کنیم. این فیلم رو هم ببینید، قبلا من این فیلم رو دیدم، قبلا از خوراک خوردن مردمان دیگه، کشورهای دیگه ویدیوها دیدیم، اون یکی میدوه سوسمار رو میگیره میخوره، اون یکی نمیدونم مار رو میگیره با چوب میکشه روش، پوستشو میکنه میخوره، همه اینا رو دیدیم. و به نظر من اینا مشکل مملکت و مشکل دنیا نیست، خب بالاخره اونی که نزدیک چینیا، هر چیزی تو آبه، هر چیزی تو خشکی را میره، هر چی تو هوان میگیرن میخورن، وقتی هم بازارشون میری یا چیز، همه چی رو دارن، بستگی به جامعه داره. یه جایی خوک زیاده خوک میخورن، یه جایی بره زیاده بره میخورن، یه جایی الاغ زیاده الاغ میخورن، یه جایی سگ زیاده سگ میخورن. این مشکل نیست، ای کاش همه این مشکلات دنیا همین بود. حالا این فیلم رو من به شما نشون میدم، اجازه بدین 4 به 3. این فیلم رو هم تونلی به نام تونل زمان بفرم. When Zaid visits his neighbors now, the traditional feast for a visitor becomes an offering to a wealthy benefactor instead. Unlike many of Arabia's oil millionaires, Zaid believes in sharing his wealth. He told me once, the oil business is like a lottery.
I might still be poor and my neighbors might be rich. So we ought to help each other. He's already given away millions. بله این نمونه یه شیخ زائدی کسی هست یه گزارش تهیه کردن خوراک خوردنشو نشون میده و میگه که اینا اینجوری با هم خوراک میخورن. آقا همین الان تو آمریکا دو تا رستوران مراکشی هست، یکیش توی ویرجینیا به نام کازابلانکا، یکی دیگه اش توی ویرجینیا توی واشنگتن. شما وقتی اون واشنگتنی رو میخوای بری باید نوبت بگیری برای 2 ماه دیگه. من 2 بار رفتم، 2 بار به خودم فوش دادم. یه جای کثیف، یه جای تاریک، یه سری سوراخ سوراخ اتاق اتاق گذاشته. شما با 6 تا 5 تا از دوستات میری اینجوری نزدیک هم میشینی، یه آبی میاره دستو میشوری، بعد با دست باید بخوری خوراک همه. وقتی هم میای بیرون از رستورانای درجه 1 آمریکایی بیشتر پول دادی. اینا رو کاریش نمیشه کرد. اینجا یه برنامه هست میگه ما شما رو میبریم که نگاه کنی ببینی وقتی آمریکایی‌ها اومدن از اروپا اینجا چه مصیبت‌ها کشیدن. شما رو میبرن یه جای نه آب هست، نه کشاورزی هست، نه تلفن هست، نه برق هست. میگه حالا برو، اومدن اینجا بود، حالا برو درخت بکن بذار تو آب نمیدونم خیس بخوره، بجو گشنت سیر بشه. اینجوریه، شما نمیتونی همه این چیزها رو تغییر بدی. بعد این با دست خوردن و اینها، همین الان پریشب این آقای جیمی کمل اون دستیارش رو فرستاده بود گلرمو، فرستاده با یه اتوبوس بزرگی از کالیفرنیا بیاد بره تا تگزاس یا حتی بیاد فکر کنم نیویورک برنامه داره. و اینا تو هر شهری که وای میسن میرن بهترین رستورانش. میدونید تگزاس برای استیکای بزرگش معروفه، یه جای 80 اونس به شما استیک میده، میگه اگه خوردی مجانی. مردم میرن دارن میمیرن دارن خفه میشن. یه جای دیگه هست خوراک تند و اینا. وقتی اینا رو گوشتا رو گذاشته بود و داشت نشون میداد که نمیدونم این بریسکت و این نمیدونم فلانه این فلانه، از اون صاحب اونجا سوال کرد که این گوشت رو چجوری بهتره بخوریم. حالا شاید منظور اون درجه پختش بود. اون گفت بهترینش اینه که ما بپزیم و بهترینش اینه که شما با دست بخورید. حالا من اگه اون لینک رو پیدا کنم برای این دوستمون میفرستم. خود ما هنوز تو هنوز میگیم مرغ رو باید با دست خورد، مرغ رو با قاشق چنگال نمیشه خورد. شما تو نیویورک اگه پیتزا رو با قاشق چنگال بخوری واقعا بهت حمله میکنن، میگن آقا نیویورکی مگه نیستی. همین ترامپ با اون خانومه کی بود میخواست بشه معاون سارا پیلن که الان هم مثل سفیر، آمده بودن تو نیویورک و رفته بودن یه جای پیتزا بخورن، ترامپ برداشته بود با قاشق چنگال. شب تمام تلویزیون‌های اینجا مسخرش کردن، گفتن این نشون داد که نیویورکی نیست، نشون داد که بچه ننه است، نشون داد که تو خیابون خوراک نخورده، بلد نیست خیابون تو خیابون چجوری پیتزا بخوره. شما تو خونه هر جوری دلت میخواد بخور، ولی تو خیابون باید جوری بخوری که مردم میخورن. اگه نخوری میای تو چشم. اینا رو بگو. من پادگان شماره 4 شیراز در پست مهندسی سرباز بودم. تیمسار اوسانلو یادته؟ خدا رحمتش کنه. این آقای تیمسار اوسانلو بعد از چیزم، بعد از انقلابم رفت سربسون یه باقی راه انداخت و اونجا درختای زیتون و اینها، زمینی که همه فکر میکردن مثلا درخت زیتون فقط تو رودبار و اینا باید باشه، تو شمال باید باشه. بله اون موقع که چیز بود به اصطلاح فکر کنم فرمانده پادگان شماره 4 اون بود. بله بعد آقای پتیک برای من نوشته که کاکو جون سلام، برنامه را تا آخر شنیدم. اول برنامه شروع کردی به صحبت درباره کفش ملی، دوستان پابرهنه آمدن داخل برنامه و شما یادت رفت. ضمناً از خانم نیر تشکر میکنم که اسامی فرزند خوانده های آقای ایروانی برام فرستاد: عباس، عبدالرحیم، بهنام، فرامز، فرهاد، فریبرز، فرشاد، فرزاد، فرزان، حسن، کمال، کوروش، مسعود، محمد، محمد حسن، نورالله، سعید، شهاب، شادمان، شهرام. ضمناً نازی در کانادا خانه سازی می کند، بهمن در آتلانتا کفش اوکاباشی را دارد،
دمپایی های هست شکل صندل اوتافوکوه، یادتونه اینا کفش ملی بعد صندل اوتافوکو. من خودم یادمه یک کفشی خریدم به نام اسپارتاکوس، 280 شادم ارزون تر بود، آره 280 تومن بود، که کفشای معمولی وقتی میرفت خیابون ملا صدرا نقل 800 تومن بود. بعد ما این کفش رو میخریدیم 280 تومن. اولا خیلی دوام داشت، برای کسی که تو هنرستان از صبح تا شب باید روپا وایسه و اینا، خیلی کفش راحتی بود. اینا کپی بود دیگه، کپی مال ژاپن، مال این ورور میآوردن، اونجا قالباش درست میاد. الان اینا اومدن همینجا هم کفش اوکاباشی رو داره. و مریم هم در انگلیس کارخانه آهن بالی را دارد، یا آهن بالی را دارد. علی کجاست؟ و زینت خانم در قید حیات هست یا نه؟ این آقای پتیک چون کار میکرده توی کفش ملی و میدیده این رئیس رو اصا، میدیده این صاحبان رو، و قبول داره که اینا با وجودی که پولدار بودن ولی آدم های خوبی بودن، هنوز تو هنوز دنبال این خاطرات و اینها هست. و رسیدیم به جایی که درباره تعلیمات دینی دو تا صحبته. یکی آقای انصاری میگه آقای به نام رضا فردی، میگه تعلیمات دینی آقا رضا فردی، آقا رضا فردی به نام آقای استخری بود، ولی آقای چیز، آقای دادرس نوشته بوده که یه نفر دیگه. والا اینی که من میبینم این 10 تا آخوند باید مزخرفات کرده باشن تو کلش تا این انقدر احمق و به اصطلاح چی میگن فناتیک بنیادگرا باشه. قتل روزنامه نگار زن جوان در بلغارستان و اون ماجرای چین، بازداشت رئیس اینترپول به دلیل رشوه‌خواری هوشمندانه بود. یادتونه گفتم که رئیس اینترپول خودش رفته چین گم شده؟ چین گفته که ما بازداشتش کردیم و به دلیل رشوه‌خواری از این برنامه‌های هوشمندانه. حالا دیگه نمی‌دونم. ایشون میگه که تیمسار سرلشکر نهایی فرمانده پشتیبانه منطقه دو بود و سرهنگ مهدوی فرمانده پادگان بود. احتمالاً شما جوانتر از من هستید یا نمیدونم شاید مسنتر هستید، ولی در یک زمانی آقای تیمسار اوسانده اونجا. فهرست اولیه نامزدهای دریافت توپ طلای 2018 اعلام شد که من اصلاً هیچ علاقه ندارم. جایزه نوبل که فکر میکردن بعضیا به دنیس رادمن و به این ترامپ شارلاتان میدن، دادن به افراد دیگه که اونم من علاقه ای ندارم به جایزه نوبل، چون اونم یه چیز مسخره و بی خودی هست. و بریم سراغ چیزهای دیگهی که گذاشتیم اینجا. نویسندگان، خبرنگاران و روشنفکران عرب و ترک خارجی در برابر کنسولگری عربستان در استانبول تظاهرات کردند. چه فایده‌ای دارند؟ خب بعضی هم میگن این کاری که میکنن بعدی اگه خواست بره اونجا هم اون مواظب خودش هست و هم عربستان هم میفهمه که اگر کشت سرش کرد زیر آب، یه عده هستن که میان باز صدا میده. و این ماجرایی که من پرسیدم که ما ملت عجیبی هستیم، آیا با بستن مغازه ها آخوندا از گرسنگی سقط میشن یا مردم بیچاره یا بچه های نسل آینده؟ یه اینچ قدشون کوتاه میشه، دو سانت، سه سانت قدشون کوتاه میشه. که یه دوستی نوشته بود آقای سوربی بازار اعتصاب نکرده بود، بازار به خاطر کامیوندارا که اعتصاب کرده بود بسته شده بود. نمیدونم، منم مثل شما اینجا نشستم و من نمیخوام مثل دیگران بیام اینجا از پشکل تا بمب اتم رو برای شما تفسیر کنم، چون وقت اگر باقی مون چیزی باید نوش جان کنیم، حالا یا پشکل یا بمب اتم. اینا که شما میبینید تو برنامه‌هاشون اینقدر اظهار فضل میکنن و صحبت میکنن، بعد باقی مونده‌ش رو خودشون نوش جان میکنن. آقای جلیل مرتضوی هم برنامه گذاشتن. You are so wrong, you just make it up as you go along. من هنوز نمیفهمم. شما همون دوستی هستی که من فکر کنم، چون من 916 تعداد زیادی دوست دارم نمیدونم، و شما هم کم لطفی میکنی. به نظر من اسمتو در با آخر هر تکس بنویس. شما نوشتین You are so wrong. خب خانو آقا چند سال شما داری منو نگاه میکنی؟ چند سال میدونی من سو رانگ هستم یا رانگ بودم؟ حالا دیگه سو رانگ شدم، سو رانگ تفسیریات زیادتر. چرا نگاه میکنی؟ چرا عمر خودتو تلف میکنی؟ چرا وقت خودتو تلف میکنی؟
این آقای اکبری رو ما انداختیم تو دام، گولش زدیم، ادا در آوردیم که ما چی مادر چی میگم ام العلومی. این بنده خدا هم چون شیرازی ساده لوه دنبال ما راه افتاد. به مجرد این که یه روز بفهمه که این سربی بهش دروغ گفته دیگه دنبالش نمیاد. من نمیدونم شما خدای نکرده مریضید، این جادجودی رو نگاه کنید، وقتی یه نفر میاد مثلا همسایه میگه که این منو انداخت بیرون، به صابخونه میگه که شما مریضی، میگه نه، میگه شما 6 ماه گذشته تیمارستان بودی، میگه نه، میگه شما وقتی این کارو کردی قرصی چیزی خورده بودی، میگه نه. بعد نگاهی اون میکنه میگه اگه این داشته از تو ماهیانه اجاره میگرفته راضی بوده چرا باید تو رو بندازه بیرون، الا که نشستی حشیش کشیدی، الا که نشستی یه کاری کردی که این دیده آقا پولت حلال ورد و برو، نخواستم. ساعت 4 شد، نبه من اومده میگه بابا بس دیگه. خب دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید در برنامه های من شرکت کنید و امیدوارم فرخ متوجه بشه. الان که شما صحبت کردی آقای مرتضوی هم پیام گذاشته، من اگر هی آقای مرتضوی پیام بذاره هی پخش کنم، این عادت بد بیشتر و بیشتر میشه. یعنی ایشون به خودش زحمت نمیده تا ساعت 2 بعد از ظهر برای من پیام بذاره، وای میسه بعضی وقتا از حرفای خود من برای خود من میخوان برنامه بسازن. و دیدید اول برنامه که میاد من منتظرم که ایشون یک هفته آقا شما نبودی، شما سرتیترا رو بیار برای ما بگو، ولی ایشون زرنگی میکنه میگه همونجوری که شما تو برنامه گفتی این درست نیست، این برنامه شما رو ضعیف میکنه. آقای مرتضوی شما برنامه سازی، برنامه ساز خودش باید برنامه آیندهش رو بر اساس نظراتش، بر اساس دید و باور و ویو و اینها بنویسه بیاره. بله حالا اگر تصادفاً تو این هین و وین یه هنرپیشه ای هم تو ایران بنده خدا اونم 62 سالش بوده فوت شده، یه دفعه سوربین یا آقای نمیدونم شفعی شریفی که اون فوت شده، شما یه اینپوتی بده، ولی بشینی همه برنامهاتو بذاری بر اساس اینکه من تجربه دارم، من برنامه سازم، من میتونم از گفته های سوربی برنامه بگیرم تحویل بیننده ها بدم، بیننده ها بعد به سوربی میگن خب آقا این آقای مرتضوی که حرفای شما رو میاد دوباره میزنه. یعنی چی؟ خسته کننده میشی عزیز برادر. دستم ممنون و متشکرم. اگر کسی پیامی داره از امروز تا 2 بعد از ظهر جمعه شما وقت داری پیاماتو بذاری روی فیسبوک، روی ایمیل، روی پیامگیر. من جمعه که میام اینجا میخوام خودم مزخرفاتی که به مغزم رسیده اینا اینجا پر شده ممکنه منفجر بشه یا شاخ در بیاره، به جایی که شاخ در بیارم این شاخ رو به صورت مزخرفات تحویل شما بدم. هر که دوست داره وایمس، هر که دوست نداره گفتن اون راه اونم نه، اون راه جاده درازی هم چیز. دوستان عزیز از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم به دیگران معرفی کنید، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. جمعه ساعت 3 بعد از ظهر، چون آقای لادن نوشتن که نمیتونن بیان، ما ممکنه با یه دوست جدیدی باشیم که این دوست از سازمان مجاهدین جدا شده و میگه اتفاقا من میخوام انتقاد کنم از جدا شده ها که الان 5 سال دارن صحبت میکنن. این میخواد بگه که اینا میتونستن مثل من جداشن برن دنبال کار و زندگیشون، دکتراشونو بگیرن، زندگی خوبی داشته باشن و حرفم نزنن. سوالاتونو آماده کنید، جمعه با شما خواهیم بود. روز و روزگار بر شما خوش، به امید روزی که هر کدام از ما یه رادیویی، یه تلویزیونی داشته باشیم، تو این اتاق برنامه بسازیم، بریم تو اون ور بشینیم، به عنوان بیننده تماشا کنیم، تلفن رو برداریم به خودمون فوش بدیم، چون از اینجا تا میریم اونجا ما نظرمون عوض میشه. مرسی.